این اتصالات از چه ساخته شدند؟ هنگامی که این اتصالات را در عالم ماده یعنی اتصال جسم به جسم مطالعه می کنیم فهم آن آسان است و می توانیم از این کیفیت و ساختار این پیوندها دقیقا اطلاع حاصل کنیم. اما هنگامی که به قلم روف غیر مادی گام میگذاریم باید از اتکا و اعتماد به حواس پنجگانه و احساسهای خود دست بکشیم و به شعور باطن بینش درون یا حالت اشراق و کشف شهود متوسل شویم و اینها هستند که می اسرار اتصال بین فکر به جسم و فکر به فکر را برای ما فاش کنند. توضیح مترجم تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش از حافظ پایان توضیح مترجم سه امکان پیرامون آنچه فکر را ایجاد می کند وجود دارد اول انرژی که در جهان تنین انداز و در حال ارتعاش است دوم امواج نامرئی که آنچنان به سرعت مرتعش هستند که نه توانیم تصور آن را بکنیم و نه توانیم ارتعاش آن را ببینیم یا اندازه گیری کنیم. سوم میدان های شبیه میدان مغناطیسی با شکل معین که از بدو تولد گونه های موجودات زنده را احاطه کرده است. با اینکه مقدار زیادی پژوهش و تفکر در این زمینه انجام شده و کتابهای زیادی به تحلیل آنها اختصاص یافته هنوز هیچ گونه توافقی بر فکر و شیوه انتقال آن وجود ندارد و لذا پیشنهاد میکنم توجه خود را از تحلیل به ترکیب معطوف کنید تحلیل روشی از تمرکز اقلانی به مسائل است که به وسیله آن موضوع مورد مطالعه را به اجزا تجزیه می کنیم و سعی در کشف صفات و ویژگی های هر یک از اجزا می نماییم و کوشش می کنیم که آنها را به شیوه علمی تنظیم کنیم ترکیب عکس تحلیل است و به وسیله آن اجزا در کنار یکدیگر قرار داده می شوند و کار از جزئی که صحت آن روشن و واضح است آغاز می کردند. افکار پدیده های غیر مادی و غیر جسمی هستند و در جهان وجود دارند و ما در این فرایند مشارکت داریم. نیازی به فرمول نداریم که به ما ثابت کند که بین افکار ما و آنچه آنجا انجام می دهیم ارتباط وجود دارد. می دانیم که افکار را نمی توان در یک مخزن انبار کرد. افکار جزئی از جهان نامرئی هستند که وجود دارند هرچند که از نظر ما پنهان هستند. رشاد فیلد در داستان اندیش ساز و تفکر برانگیز خود تحت عنوان راه غیر مرئی، این بحث مختصر را ارائه می دهد. نور به جان پاسخ داد من آنچه را شما میگویید میفهمم زمانی بود که من می توانستم جهان دیگر را ببینم. اما نه با چشمان خود بلکه با زمیر باطن خیشتن. هر فکر به صورت شیعی بود که می توانست درک شود. رشادفیلد فیلد پیرامون جهانی سخن میگوید که ما به واسطه زندگی در مادیات محض از ورود به آن من بوده ایم و در آن به روی ما بسته بوده است و این جهان جهان تفکر ایده ها آرمان ها و اندیشه است که همه با هم مجموعا تفکر نامیده میشوند که مجموعه بی شکل غیر مادی و غیر جسمی است که تفکر نام دارد هم از شخص نشأت میگیرد در این حال موجودیت ما را هم تشکیل می دهد تفکر هم در درون و هم همزمان در برون و هم در همه جای دیگر است. شاید یک انرژی، یک ارتعاش، یک تنین یا یک زنجیره اتصال از میدانهای توارسی شکل. شاید نامرئی یا غیبی، اما هرچه هست مسلما چیزی نیست که بتوانیم از آن بگریزیم. سعی کنید حتی برای چند لحظه هم که شده از تفکر بگریزید خواهید دید که تفکر چیزی است که شما ناگزیر به آن اتصال دارید اتصالی قطعی و ضروری پس از پذیرفتن اینکه تفکر ممکن است در بیرون از شما موجود باشد آماده فهم پدیده همزمانی خواهید بود حلقه پیوند و ارتباط بین رویدادهای ظاهرا غیر مرتبط در واقع پیوند و ارتباط بین افکار است که جوهر و ذات کائنات است یعنی همان انرژی مرتعشی است که قادر به دیدن یا تعریف کردن آن نیستیم مشابهن اتصال ارتباط افکار شما و فرد دیگر را با این فرض که افکار عبارت از انرژی هستند که بدون مانع نه تنها در یک فرد بلکه در کل جهان جریان دارند آسانتر میتوان بررسی کرد. وقایع به ظاهر اتفاقی هنگامی که ما با عالم تفکر هماهنگ و هم نوا هستیم بسیار معقول و به جا به نظر میرسند. پاسخ من به این سوال که این رشته های ارتباطی از چه ساخته شده اند تنها این است که بگویم این رشته های ارتباطی چیزی جز تفکر نیستند. افکاری که به نظر انرژی هستند بر حسب اتفاق با یکدیگر مرتبط نیستند بلکه از این نظر با هم پیوند دارند که ما خود هم منچه تفکر هستیم و هم در عین حال جزئی از تفکر کل جهان می باشیم. این توانایی که هم خود تفکر باشیم و هم بتوانیم تفکر بیافرینیم نیروبخش ما در ایجاد اتصال به هر نوع تفکری که به آن متمایل هستیم می باشد. با هوشیاری پیرامون این اصل بروز وقایع و اتفاقات حساب شد دیگر موجب شگفتی نیستند و ما همیشه انتظار رخ دادن آنها را می کشیم. و سپس حالت استحاله نفس و فراروی به فراسوی جهان مادی یعنی ترانسفورماسیون رخ می دهد. و بعد توانایی ایجاد چون این حالتی به میل و اراده خود را میابیم و ایمان ما را به وجود همزمانی در زندگی خیش و اتصال غیبی و نامرئی به جهان غیر مادی رشد و پرورش میدهد. و به ما اجازه می دهد که جریان عمل هوشیاری و بیداری از زندگی مادی را آغاز کنیم و بینش حاصل کنیم و نیروی خود را برای تفکر و مورد تفکر واقع شدن به کار ببندیم و کل زندگی خود را شکل دوباره دهیم و هدایت کنیم. سلسله مراحل بیداری مرحله اول آیا هنگامی را که قلب شما به دلایلی شکسته شد و تصور می کردید که هرگز به غم ناشی از دل شکستگی غلبه نخواهید کرد و زخم روانی شما هرگز شفا نخواهد یافت به خاطر دارید؟ احتمالا در چنین حالتی فکر شما به واسطه افکار دردناک بیپایان بر ضد شما عمل می کرد و تصور می‌کردید که در آن وقت چه موجود بی پنا و سرگشته و بدبختی هستید و آینده برای شما چقدر تیره و تار است مثلا چون این رویدادی ممکن بود یک شکست رمانتیک عاطفی مانند طلاق یا ضرر و زیان مالی یا بیماری و یا اتفاق بد از نوع دیگری باشد در چنین حالتی شما توان درک و فهم و برخورد عاقلانه با آن را نداشتید رویدادهای ناگوار و دوره های بحرانی زندگی ما را برای مدتی طولانی فلج و ناتوان می کنند. همه ذهن ما بر جنبه های مصیبت بار مسئله متمرکز می شود و خواب و خوراک از ما سلب می شود. و نمیدانیم چگونه این مصیبت و دوران بحرانی را پشت سر خواهیم گذاشت و بر اوضاع و احوال و شرایط فائق خواهیم آمد همه ذهن خود را بر جنبه های منفی و نابسامانی ها متمرکز می کنیم. و با خود می گوییم که این وضع چقدر دردناک است و در آینده نیز چقدر وحشتناک خواهد بود نصیحت های دوستان و بستگان کوچکترین اثری نمی کنن. و آنها را طوری تلقی می کنیم که گویی ارتباطی با مشکل ما ندارند و نه تنها حال ما را بهبود نمی بخشد بلکه معمولا بر خشم و کلافگی ما می افزایند و هیچ راهی برای نجات از بدبختی به نظر ما نمی رسد. این نمونه واکنش همه ماست. مایی که در شاهراه زندگی طی می میکنیم با این باور که علائم برونی همه مهر و میزان و منطبق با واقعیت هستند و خیر و شر همان است که با معیارهای برونی به ما نشان داده می شود ما نمی توانیم تصور کنیم که در مصائب و زخم های روانی درس های نهفته است اگر کسی به ما بگوید که روزی به این نتیجه خواهیم رسید که این تجربه مصیبت بار برای رشد ما لازم بوده است نظر او را مردود می‌شماریم ما تنها می خواهیم در این غم خود قوطه بخوریم و غرق شویم و تصور کنیم که کسی یا چیزی از جهان برون این درد را برای ما آفریده است و آرزوی تغییر یافتن این شرایط برونی را می‌کنیم من اقرار میکنم که در بخشی از زندگی خیش گرفتار همین وضع بودم. میتوانم زمانهایی را به یاد بیاورم که به واسطه بحرانهای عاطفی و خانوادگی فلج و درمانده و گریان بودم و برخوردی غیر مؤثر داشتم و ناتوان بودم. به نظر میرسید که ذهن من در یک نقطه گیر کرده و پیرامون یک مسئله به خصوص به دام افتاده است. توانایی بیرون کردن این افکار دردناک را برای مدت بیش از چند دقیقه از سرم نداشتم. زیر فشار مشکلات خورد بودم و بردوار در دام آنها گرفتار. نمی توانستم تصور کنم چرا این چنین دچار این بلا شدم و نمی توانستم تصور نتیجه مثبتی از تحمل این مشکلات را بکنم. همه ما در این مرحله از حرکت خود به سوی بیداری و آزادگی زیر بار رویدادهایی که موجب ناخشنودی ها هستند می رویم. و هنوز نیا ایم که ما به واسطه شیوه برخورد خود با این رویدادها خود را دچار بدبختی می کنیم ویلا رویدادها به خودی خود بدبختی آفرین نیستند. کریشنا مورتی در کتاب تفسیر زندگی سرگذشت مردی را می نویسد که نسبت به درگذشت زن خود به شرح زیر واکنش نشان می دهد. در زمان گذشته من نقاشی می کردم. اما اکنون نه قدرت به دست گرفتن قلم را دارم و نه حتی می توانم به سوی کارهایی که کردم نظری بیاندازم. برای شش ماه گذشته به نظر می رسید که بدل به یک مرده شدم. روزی سر کردم قلم موها را به دست بگیرم. اما آنها نسبت به من بیگانه بودند. در گذشته حتی بودن آنها را در دستم احساس نمی کردم. اما حالا در دست من سنگینی می کنن. زندگی برای من طاقت فرسا بود. اغلب به سوی رودخانه قدم می زدم و دیگر مایل به بازگشت نبودم. اما همیشه باز می گشتم. چشمان من مردمان دیگر را نمیدید زیرا او همیشه جلوی دیدگانم بود با خاطره او میخوابم خواب او را می بینم با او در عالم رویا غذا میخورم اما میدانم آن روزگار هرگز باز نمیگردد سعی در فراموش کردن آن دارم و میدانم دست به هر کاری بزنم آن ایام هرگز تکرار نخواهد شد آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت در گذشته همیشه به نقمه پرندگان گوش می دادم اما حالا می خواهم همه چیز را به هم بریزم و بشکنم این وضع نمی تواند ادامه یابد از آن زمان تا کنون هیچ یک از دوستانم را ندیدم و بدون او دوستانم هیچ معنایی برای من ندارند راستی تکلیف من چیست؟ چه چاره ای کنم؟ در اینجا یک مرد بیوه تشریح می کند که چگونه ذهن او در دریایی از غم و افسردگی ور شده و به دام افتاده است. همه ما این تجربه ناگوار را داشته ایم و یا در آینده گرفتار آن خواهیم شد. اما نمی توانیم درک کنیم که هدیه بزرگی در نمایشنامه زندگی ما که آینده آن نامعلوم است نخفته. و آن زندگی ما در همین لحظه حاضر است توضیح مترجم این شعر گویای ارزش لحظه حاضر است که میگویند شاهی فرمان قتل بیگناهی را صادر کرد که به دار آویخته شود آن مرد به مجرد شنیدن فرمان قتل خود با رقص و شادی به سوی چوبه دار روان می شود. نزد شهی مختشم گشت به قتل چو به قتل چو خودی متهم گفت که تا پرده زکارش کشند بر سر بازار به دارش کشند چون سخن از دار و رسن شاه گفت مرد توکل تا الله گفت بالا به خندان چو گل نوبهار رقص کنان خنده کنان سوی دار در اینجا مردم به او میگویند مگر دیوانه شده ای می میخواهند تو را به دار بیاویزند و تو شادی میکنی و او پاسخ میدهد در دهد از جام فنا ساقیم یک نفس از عمر بود باقیم این نفسی را که نیابم دگر حیف بود گر به غمارم به سر پایان توضیح مترجم مرحله دوم یعنی میانه راه با بیداری و خوشیاری بیشتر از طریق تفکر خود نیروی خیش را صرف خلق کردن دنیای خود به شیوه بسیار والاتر و برتر می و هنگامی که به گذشته می نگریم، همیشه آثار خیر و برکت در آنچه به ظاهر مصیبت بوده می طلاقی که تصور می کردیم یک بدبختی بزرگ است و هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد اکنون بهترین رویداد در زندگی به نظر می آید. بحران و تنش‌های دوره جوانی که برای زندگی ما تهدید به شمار می آمدن، اکنون یک بخش طبیعی از رشد ما تلقی می شوند. و شکستگی مالی راهگشای لازمی به نظر می رسید که ما را به یک زندگی بهتر و سمر بخشتر راهنمایی می کند. بیماری سخت به منظره پیامی بود که اولویت‌ها را مورد بررسی مجدد قرار دهیم و زندگی را آسان بگیریم و تجربه کسب شده نسبت به فرصتهای های نهفته در رویدادهای مراحل اولیه زندگی بینش تازه‌ای به ما می دهد. مرحله دوم میانه راه روشنگری و تنویر فکر است زیرا دیگر نیاز به درک و فهم وقایع قبلی برای شناختن فرصتهای فعلی نداریم هنگامی که به این مرحله می رسیم از نفع وقایع به هنگام وقوع و در سر به زنگا آگاه می شویم. دیگر نه ذهن خود را بر کاستی ها متمرکز می کنیم و نه پیرامون عواقب مصیبت بار و فجایی آینده می اندیشیم. و در عوض ذهن خود را به زمان حال و آنچه در حال وقوع است متوجه می کنیم و با خود می اندیشیم که چگونه می توانیم این رویداد را بدون تحمل سالها درد و رنج بدل به فرصتی کنیم بدون آنکه حتی از لزوم تحمل این درد و رنج آگاه باشیم مسلما به رغم همه کوشش ها متحمل مقداری درد و رنج خواهیم شد اما در عین حال و همزمان میدانیم که به موازات آن نکته و درس با شکوهی هم در آن نهفته است خواهیم توانست که با خود نجیب و مهربان و خیشتن پذیر باشیم و آن بخشی را که برای ما بحران می حرمت نهیم و حتی به آن عشق بورزیم ممکن است به لحاظ شناختی نتوانیم دلیل وقوع این درد و رنج را درک کنیم اما یک علم و اعتقاد نهان پیرامون ارزش آن خواهیم داشت شنیدم که رامداست به هنگام مرگ نامادری خود که عاشقانه او را دوست داشت احساسات خود را به این نحو بیان می کند. او از این در عجب بود که چرا باید نامادری او در مراحل پیشرفته قده سرطانی پوست تا این حد تحمل درد کند با خود می گفت مگر این پیرزن بیچاره چه گناهی کرده که باید این همه زجر بکشد اما در ژرفنای قلب خود میدانست که این درد و رنج جزئی ای از این سفر به سوی آخرت است و این سفری است که همیشه به سرانجام با شکوهتری منجر می شود. اما چرا او؟ چرا این زن زیبا باید این همه زجر ببیند؟ زنی که اینقدر به او عشق می برزید. چرا؟ پس از آنکه او مراحل آخر را طی می کرد اندکی قبل از مرگ توجه کرد که او آرامتر و رفتار او صلح جویانه تر است و نگاه او مطبوع و دلپسند و آکنده از صلح و صفا و وجود او غرق در لذت بود و به نظر می رسید که وارد عالم تازه شده عالم سعادت و برکت به هنگام پرواز روح از بدنش رنج او پایان یافته بود زیرا درد فقط از طریق جسم و به وسیله حواس جسمی احساس می شود. او به کلی آزاد شده بود و رامداست که شاهد این تحول بود با خود گفت آری حتی مرگ هم انسان را به مرتبه عالیتر و والاتری می برد. او بلافاصله دریافت که در دو رنج منجر به عروج این زن به مکانی شکوهمندتر گردیده است او نیاز داشت که چند سال صبر کند تا این حقیقت را دریابد پس از پیوستن نامادری به ابدیت رامداس هم با مرگ او با آسودگی و صفا برخورد کرد زیرا میدانست مرگ یک پاداش از برای آدمی است و نه یک مجازات و مکافات و از آرامش درونی برخوردار شده بود زیرا میدانست حتی درد و رنج نیست خیر و برکت مخصوص به خود را به همراه دارد لذا مرحله دوم مستلزم حضور در زمان حاضر است به همراه همه احساسهای وابسته به آن و نه تحمل مقدار زیادی درد و رنج برای مدت زمانی طولانی قبل از آن که به موقع از خیر و برکت نهفته در تلاش و تقلا آگاه شویم. من از این نکته هنگامی آگاه شدم که به مرحلی... که مرحله یک را در تاریخ 15 اکتبر سال 1982 در شهر آتن در کشور یونان پشت سر گذاشتم. در آن زمان تصمیم گرفته بودم که در مسابقه دوی صحرایی در یونان شرکت کنم و به این منظور پس از طی یک دوره آموزش روانه این کشور شدم از فاصله 26 مایل و اندی که برای دویدن مقرر شده بود از زده نبودم زیرا در گذشته چهار مسابقه دو صحرایی را انجام داده بودم اما پس از آنکه یک هزار داوطلب در نقطه شروع مسابقه در یک دهکده کوچک ماهیگیری به خط ایستادند که از دهکده المپیک آتن در فاصله بیست و شش و یک چهارم مایلی نقطه پایانی مسابقه فاصله داشت بخت زده شدم مسابقه به علت بروز مشکلات فنی با یک ساعت تاخیر در ساعت ده دقیقه صبح آغاز شد. حرارت هوا در آغاز مسابقه سی و یک درجه سانتیگراد بود و با نزدیک شدن ظهر رو به افزایش می گذاشت. 17 مایل از 26 مایل مسیر مسابقه شیب ملایم رو به بالا داشت. پس از دویدن مسافت پانزده مایل دریافتم که خسته و دچار مشکل جدی هستند. حرارت هوا و سربالایی هر دو دست به دست هم داده و حال دوندگان را میگرفتند و یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می شدن. برخی از آنها به کنار جاده افتاده و استفراغ می کردن و گروهی دیگر گرما زده شده و به وسیله آمبولانس صلیب سرخ به بیرون حمل شدند. برای اولین بار پس از سالها دویدن احساس حالت تهوع کردم و در وسط مسیر توقف کرده بر روی زمین دراز کشیدم و مقداری آب خوردم و سپس برخواسته و چند مایل دیگر دویدم و سپس همین عمل را تکرار کردم در 24 مین مایل از مسیر مسابقه در خستگی کامل بودم آنچنان خستگی که تا آن تاریخ دچار آن نشده بودم بدنم میلرزید و زرداب سبز رنگ استفراغ می کردم. اما نمی توانستم بپذیرم که مسافت زیادی را پرواز کرده و به یونان آمده بودم تا چیزی را به دست آورم که سالیان متمادی خواب آن را می دیدم و بعد در نیل به این آرزو ناکام شوم. نه من اصلا نمی توانستم فکر شکست به خودم راه دهم. و خود فکر کردم اگر به امریکا برگردم و این لحظه را در ذهن خیش مجسم کنم و ببینم که چه نعمتی در نزدیکی من بوده چه احساسی خواهم داشت من نمی توانستم تصور کنم که در کنار مسیر مسابقه در فاصله پنج مایلی شهر آتن خوابیدم و مردم برای کمک به من نزدیک می شوند و می سوار آمبولانس بشوم و به دهکده المپیک بروم. و لذا بر خودم تحمل کردم و از خیشتم پرسیدم که چه خیر و برکتی در این رنج من نهفته است من در آن لحظه رنج و زحمت خود را فراموش کردم و از تای قلب از خود پرسیدم آیا می توانم به کشورم برگردم بدون آنکه به هدفی که برگزیدم نائل شوم آیا می توانم مجددا به درون خود مراجعه کنم از طریق تفکر و تصمیم به دویدن پنج مایل دیگر بگیرم؟ در آن لحظه فکری به مغزم راه یافت که تنها می توانم آن را یک معجزه بنامم. احساس کردم که آنجا در گرما افتادم و استفراغ می کنم. تنها به این منظور که بدانم آیا شهامت انجام عملی را که در آن لحظه غیر ممکن دارم یا نه. و آن دویدن پنج مایل دیگر بود که در آن لحظه مانند 500 مایل به نظر می رسید. این تفکر به من الهام کرد که می توانم این اوضاع و احوال سخت را خیر و برکت دانسته و به عنوان یک انسان با فرارفتن از جسم خاکی خود به رشد واقعی دست یابم. با این تفکر درون جسم من تغییر یافت. و در یک لحظه از ضعف به قدرت رسیدم همان لحظه ای که به خود فرصت کشف مقدار نیرویی را که در وجودم نهفته بود دادم و لذا از جا برخواستم قامت برافراشتم و به راننده آمبولانس گفتم به کمک دیگری بشتابد و شروع به دویدن برای اتمام پنج مایل راه باقی مانده مسیر کردم. با ورود به آتن دریافتم گرنج من هنوز پایان نیافته خیابان ها برای انجام مسابقه به روی اتومبیل ها بسته نشده بود و لذا مجبور بودیم که در جاده ها و خیابان های داخل شهر از لابلای اتومبیل ها بدویم و پلیس کوشش میکرد که خودروها را از دونده ها دور نگاه دارد کلمات تندی که رد و بدل میشد بی سابقه بود اتومبیل‌ها در جلوی دوندگان بدون ملاحظه خط عوض می‌کردند و به دستورات پلیس راهنمایی که سعی در هدایت آنها داشتند توجه نمی‌کردند. هوا هر لحظه گرمتر میشد اما با بروز هر مشکل تازه عزم من راسختر میشد دیگر در پاهایم احساس گرفتگی عضلات یا لرزش نمی‌کردم و در عوض احساس ضعف احساس قدرت بیشتری می کردم. بالاخره با وجود افتادن در کنار جاده به مدت سی دقیقه مسابقه را با موفقیت به پایان رساندم و در صدر یک سوم از بهترین ها قرار گرفتم و این بالاترین رکوردی بود که در عمرم از خود به جا گذاشته بودم هرچند که بیشترین زمان را گذرانده بودم اما نه زمان برایم اهمیت چندانی داشت و نه ها و مدالهای دریافتی برایم مهم بودند. من نکته بسیار ارزشمند در مورد خود آموخته بودم و مجبور نبودم سالها منتظر بمانم تا درک کنم که چه خیر و برکتی در رنج نهفته است یک شعر کوتاه از ریموند به نام بازتابی از روح افکار مرا به زیبایی خلاصه می از رنج مرنج که در آن گنج خفته است از درد منال که در آن خیر نهفته است معنی حکمت ایزد در این تناقض بین که از خاک تیره لاله سرخ بشکفته است توضیح مترجم این نیروی شگرفی که عشق به انسان می دهد و خیر و برکتی که با آن همراه است در داستان شورانگیز شیرین و فرهاد گنجانده شده که چگونه عشق به انجام کاری در دوران ناشی از آن را خونسا می کند. در این داستان آمده است که شیرین برای آنکه شدت عشق فرهاد را نسبت به خود بیازماید از او میخواهد از بالای کوه بیستون به سوی قصر او کانالی حف نماید تا شیر گوسفندان از طریق آن کانال به طرف قصرش جاری شود و نیروی عشق در بازوی فرهاد او را موفق به این کار می کند و زبان عشق می گوید من همان عشقم که در فرهاد بود او نمیدانست خود را می ستود. من همی کندم نتیشه کوه را عشق شیرین می کند اندوه را و باز عشق می گوید در صورت لیلی ظاهر شده و مجنون را که عاشق حالت خود یعنی عشق بوده فریفته و تصور می عاشق لیلی است در رخ لیلی نمودم خیش را سوختم مجنون خامندیش را میگرستم در دلش با درد دوست او گمان میکرد اشک چشم اوست مولوی در دیوان خود متذکر می شود که هنر عشق ورزیدن کار آسانی نیست و انسان باید عاشق هدف خود باشد و متحمل رنج و سختی های بسیار شود و مثال آن پهلوانی را می زند که از دلاک خواست بر بدن او صورت شیر را خالکوبی کند اما او طاقت نیش سوزن را نداشت و گفت از نقش دوم و سپس یال و سپس شی شکم شیر چشم بپوشد تا آنکه دلاک بالاخره خشمگین شد و سوزن را بر زمین کوبید و گفت شیر بیال و دوم و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید و سپس نصیحت می کند کار نیکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. گر نداری طاقت سوزن زدن از چنین شیر جیان رو دم مزن مولوی همینطور در قصه موسا و شبان از قول خدامند به حضرت موسا میگوید که عشق به چیزی در دورنج ناشی از نیل به آن را خونسا میسازد لال لل را گرمهر نبود باک نیست. عشق در دریای غم غمناک نیست. خیام هر جا آبادانی عشق و اثر ماندگاری میبیند انسان را از درد و رنجی که برای آن کشیده شده آگاه میسازد و بر ادای احترام و قدر شناسی به آن تأکید میکند هر جا که گلی و لالزاری بوده است آن لالز خون شهریاری بوده است پا بر سر سبز تا به خاری ننهی کان مردمک چشم نگاری بوده است پایان توضیح مترجم هنگامی که ما در لحظه به مرتبه عالی تری ارتقا میابیم در آستانه رسیدن به مرحله سوم و نهایی که همزمانی خالص در آن نهفته قرار داریم و در این مرحله است که می توانیم نقشی فعالی در آفریدن دنیای خود ایفا کنیم مرحله سوم همزمانی خالص اگر مرحله اول را مرحله بدانیم که در آن به کمک ادراک و بینش عمیق در میابیم که هر مشکل یک فرصت است و اگر مرحله دوم را مرحله به شمار آریم که در آن هر زمان که مشکلی فرا می رسد با هوشیاری و بیداری در سر بزنگاه به آن توجه کنیم و از خیر و برکت نهفته در آن آگاه شویم سوال این است که برای مرحله سوم چه چیز دیگری باقی می ماند؟ پاسخ به این سوال، برای کسانی که به چیزی فراسوی جسم خود نمی و چیزی بیش از جسم خیش نمیشناسند قابل ادراک و فهم نیست. مرحله سوم که آلیترین مرحله روشنبی نیست، تفکر به خالصترین معنی آن را به ما اعطا می کند و ما را قادر می سازد که امکان تجربی تفکر را بیابیم. بدون لزوم هیچ گونه واسطه و یا دخالت ماده که علت نامیده می شود. این به, این به دلیل نظریه همزمانی است مبنی بر اینکه ما تفکر هستیم و تفکر هم در درون و هم در بیرون از ما قرار دارد در این مرحله از روشنبینی این توانایی را مییابیم که مشکلات را نه به صورت مشکلات بلکه صرفا به شکل رویدادها بنگریم در این مرحله دیگر مجبور به غرق شدن در مشکلات نیستیم تا بتوانیم چیزی بیاموزیم در این مرحله کلمه منفی مشکل به وسیله کلمه غیر منفی رویداد جایگزین می شود من معتقدم که همین امروز دیگر مجبور نیستم مانند زمان دو صحرایی در یونان مریض شوم تا بتوانم خود را به عنوان تفکر خالص تجربه کنم بلکه اگر اراده کنم می توانم همان نیرو و یا جوهر معنوی و یا نفس روحانی را کسب کنم می توانم بدون رودر روی با مشکلات همه جنبه های خیشتن را دریابم آری در این مرحله سوم قنچه های شکفته شکوفه های زیبا می دهند بدون که نیازی به خاک تیره برای رویاندن آنها باشد. بود الهی در نفس آدمی که من آن را تفکر می نامم نیروی بیکران خداوندی حاکم بر همه جهان است و ما می خود را به آن متصل کنیم. و به آن چنگ بزنیم مشروط بر آنکه که هم به آن ایمان بیاوریم و هم خواست آن را داشته باشیم در آستانه خالص در این مرحله همزمانی مختار هستیم که تفکر را در جسم و یا به طور خالص و فارغ از جسم تجربه کنیم به وسیله یک نیروی درونی کشف شهود یا اشراق این قدرت را میابیم که به وسیله رفتار به شیوه خاصی و یا تداوم رفتار به آن شیوه بتوانیم رویدادهای آینده را بیافرینیم یا شکل دهیم. کشف شهود و یا اشراق درونی به ما میگوید که داریم به سوی فلان وضعیت پیش میرویم. و سپس احساس می کنیم که مختاریم تصمیم بگیریم که آیا نیاز داریم مجددا در این راه گام برداریم یا نه. در همزمانی خالص این نیرو را میابیم که تجربه از طریق جسمی را کنار گذاشته تنها در تفکر خالص هر چیزی را تجربه کنیم بدون آنکه نیازی به نمایش آن در قالب جسم باشد. در این حالت در عوض آموختن از طریق درک و فهم سوابق و عبرت از گذشته و یا از زمان حاضر پاسخ مسئله به اصطلاح در جلوی ما سبز می شود و به ما الهام می گردد. هنگامی که تفکر را آزاد میگذاریم که جریان همزمانی خود را طی کند و جاری شود بدون آنکه در مقابل این جریان مقاومت کنیم و یا موجودیت و اصالت آن را انکار کنیم و آن را به عنوان بخشی از کمال خلقت به رسمیت بشناسیم در این صورت تفکر بدون نیاز به تجلی یافتن در جهان برون به طور طبیعی جاری می شود. اخیرا من و همسرم تصمیم به خرید خانه گرفتیم که در حال ساخت بود ما خانه را پسندیده بودیم و آماده امضای قرارداد برای خرید شدیم اما هر دوی ما به وسیله الهام درونی و اشراق احساس کردیم که در صورت امضای قرارداد با مشکلات مواجه خواهیم شد ما به ندای درونی خود اعتماد کردیم و بر اساس الهام و اشراق از خرید خانه منصرف شدیم در سالهای قبل از آن چند تصمیم از این قبیل گرفته بودیم که موجب ضرر و زیان ما شده بود این بار می توانم بگویم که ما حداقل در مرحله دوم بودیم زیرا می باید از گذشته درس بگیریم خیر و برکت نهفته در مشکلات قبلی این بود که از الهامات و پیامهای درونی آموختیم و از تکرار و حصول تجربیات ناخوشایند و پشیمانی در آینده پرهیز کردیم مرحله سوم روشنبینی مرحله ای است که در آن من و همسرم در پیشاپیش رویدادها حرکت می کنیم. به اصطلاح پیش دستی می کنیم و پیرامون وقایع قریب تصمیم اتخاذ می و از بین شقوق بهترین راه بهترین را انتخاب می کنیم و این هنگامی رخ می دهد که با یکدیگر در توافق کامل نیستیم. هر دوی ما رویدادهای محتمل الوقوع را می بینیم و پیشامدها را پیش بینی می کنیم و از طریق فکر خود به آینده می نگریم و با تفکر خود و نیز با پیامدهای رفتار به شیوه خاص زندگی کنیم. با لمس کردن مشکلات تنها در عالم تفکر بدون نیاز به آوردن آنها به عالم جسم می توان از مقدار زیادی از دردها و رنج های زندگی پرهیز کرد بهرهگیری از نیروی تفکر در نوشتن نمایشنامه زندگی خیش یک مرحله بسیار شگفتآور و شورانگیز در قرار گرفتن در راه زندگی است با همیاری و مشارکت نفس درون و الهام گرفتن از آن می توانیم مسیر زندگی برونی خود را به زیباترین صورت قابل تصور ترسیم کنیم. ما می توانیم منحصرا در یک فضای غیر مادی و غیر جسمی بسیار دلپذیر و برازنده زندگی کنیم و آنچه در عالم مادی برای تحقق نفس ما لازم است برنامه ریزی کنیم و همزمان به آموختن از ناکامی ها و زخم های روانی گذشته آنها را تکرار نکنیم. در مرحله اول بحث کریشنا با مردی که همسر خود را از دست داده و به لحاظ آن بسیار افسرده بود و احساسی بسیار دردناک داشت ذکر کردید. اکنون با هم به دنباله آن بحث نظری میاندازیم. تا مادامی که درک و فهم درستی از عملکرد نفس آدمی نداشته باشیم به ناچار دستخوش درد و رنج خواهیم شد و عملکرد نفس آدمی را می توان از طریق مطالعه رفتاری روابط انسانی کشف کرد اما رابطه من به پایان خود رسیده است نه توجه کنید که رابطه را هرگز پایانی نیست البته ممکن است یک رابطه به خصوص به پایان برسد اما رابطه به معنی عام را پایانی نیست زنده بودن و زیستن به معنی مربوط بودن است هیچ چیز نمیتواند در انزوا و جدایی زندگی کند هرچند ممکن است سعی در جدایی از یک رابطه به خصوص کنیم اما این جدایی ناگزیر غم و اندوه به بار می آورد و اندوه فرایند جدایی است آیا زندگی می تواند همانی باشد که در گذشته بوده آیا لذت دیروزی زندگی می تواند تکرار شود تنها هنگامی آرزوی بازگشت به گذشته را می کنیم که امروزمان توهی از لذت و شادی باشد و به این جهت است که به گذشته و یا آینده می نگریم و از زمان حال می گریزیم ما این توانایی را داریم که با به کار بستن ذهن خود و بهرهگیری از نیروی تفکر که ثمره ذهن است زمان را آکنده از شادی و نشاد کنیم اگر انسان هیچ رابطه با نفس خود نداشته باشد از دست دادن هر رابطه به خصوص غیر قابل تحمل می شود. زخم های روانی و مشکلات و زجر های زندگی به ما کمک می کنند که نفس خود را بشناسیم و آن را درک کنیم. افکار با افکار برخورد می نمایند و با یکدیگر در جهان غیر مادی ملاقات می کنند و این شما هستید که اراده می کنید آنها را به پدیده های جسمی و مادی تبدیل کنید یا نه هرچه بیشتر و بیشتر به نیروهای عالی و پرارزشی که ذهن شماست اتصال یابید و به خیشتن به عنوان یک منبع تفکر اعتماد کنید این راز و معمایی که همیشه پیرامون آن حیرت زده و سردرگم بوده اید آهسته اما به طور حتم برای شما حل و محف می گردد و به رمز آن پی می برید و اسرار و معنای آن برای شما فاش و قابل درک می شود. رویدادهایی که غیرممکن، ممکن مرموز و لاینحل به نظر می رسیدند اکنون چیزی بیش از ملاقات تفکر با تفکری دیگر در جهانی که تماما از تفکر مرتعش ساخته شده به نظر نمی رسن. ممکن است زمانی گفته باشید من نمی توانم از این ریسمانهای نامرئی که اتفاقات را به هم مرتبط می نمایند باور کنم و حال پس از طی این مراحل آغاز به گفتن این جمله کنید که حال من به همه آن اعتماد دارم همکنون به شما خواهم گفت که این نکته چگونه در مورد خود من پدیدار شد و مستاق یافت موجزات من بسیاری از رویدادهای همزمان را تجربه کردم این تجربه ها به نظر کسانی که نمی توانند آنها را درک و فهم کنند که چگونه این رویدادهای به ظاهر منفرد با یکدیگر مرتبط و جور می شوند یک معجزه است اما برای من این صرفا پیامد ایمان به آگاهی و هوشمندی کائنات است همان هوشمندی که به همه جسم ها و جهان مادی یاری می دهد که با هماهنگی عمل نمایند لذا هنگامی که کسی به من میگوید آقای وین بیا و جان ما قدری واقع بینانه تر باش فورا پاسخ می دهم من همکنون واقع بین و در انتظار معجزه هستم و این مطلب را از صمیم قلب بیان میکنم. آغاز کار من بر این اساس بود که تفکر و جسم را به صورت یک پارچه ببینم و بدانم که از طریق عالم غیب و نیروی خداوند به طریقی به همه تفکرها مرتبط هستم و این بینش را یافتم که این تفکر چیزی است که می توانم از آن استفاده کنم. با تحمل بر نفس و پدیده شبیه تر کردن جسم خاکی خود برای زمانی طولانی این اعتقاد به طور روزافزون برای من روشن و قطعی گردید و به آن ایمان آوردم. توجه کردم که جهان تفکر از قید و بند جهان مادی آزاد است. در این مرحله نیروی فوقلادهی در ذات قابلیت فکری خود احساس کردم و به زودی دریافتم که تفکر چیزی بیش از موزلات بینظم و غیر مشخص در مغز ماست و نیز دانستم که تفکر خمیرمایه کائنات است و مانند همه چیزهای دیگر جهان انرژی است و همانند هر چیز دیگر در کائنات ویژگی ارتعاشی مخصوص به خود را دارد اما از طریق حواس پنجگانه نمیتوان به آن راه یافت و یک حس ششم یا یک آگاهی تازه را برای من مطرح کرد که پیرامون آن بیاندیشم بگذارید برای شما مثالی بزنم چند ماه قبل نامه از یک کلیسا در شهر مانتری در ایالت کالیفرنیا دریافت کردم که از من برای سخنرانی دعوت شده بود فتوکپی نامه را به منشی خود دادم تا تلفن کند و مرا از تفصیل دعوت مطلع سازد روز بعد به من گفت که چند بار تلفن زده و کسی پاسخ نداده از اینکه تلفن کلیسا جواب نداده غرق در تعجب شدم و برخلاف معمول تصمیم گرفتم خودم تلفن کنم از آن سوی خط یک صدای مطبوع زنانه پاسخ داد سلام آقای بین چرا خودتان زحمت کشیدید تلفن کنید من همین دیروز با منشی شما صحبت کردم حال من دیگر واقعا گیج شده بودم دهین مکالمه به من گفت که در کتاب فروشی کلیسا کار میکند و افراد کلیسا خیلی مایلند که در سمینارهای آینده برای آنها صحبت کنم به او گفتم که اتفاقا روز دوشنبه یعنی دو روز بعد به مدت دو روز در مانتری خواهم بود تا در هتل هایت سخرانی کنم و سپس پنج روز را در خلوت خواهم گذران تا مقاله را که از مدت ها قبل عقب افتاده به پایان برسانم و تاکید کردم که هیچ کس نمی که من در مانتری خواهم بود اما در اسنای یک هفته توقف در آنجا با او تماس خواهم گرفت و متذکر شدم که مطلقا در رسانه های گروهی و در جمع ظاهر نخواهم شد زیرا تنها برای پژوهش و نویسندگی به آنجا خواهم رفت فورم به منشی خود زنگ زدم و از او پرسیدم چرا به من گفته بود که تلفن کلیسا جواب نداده در حالی که همین دیروز با یه نفر در اونجا صحبت کرده او متوجه شد که کسی را که در کالیفرنیای جنوبی به انگام تلفن کردم با کارمند کلیسا اشتباه هم به جای یکدیگر گرفته من روز دوشنبه به مانتری وارد شدم و سخنرانی خود را ایراد کردم و سه شنبه بعد از ظهر در هتل مشغول نوشتن بودم که تلفن زنگ زد زن. در آن سر خط خانمی بود که ایستگاه رادیویی در اختیار داشت که در روزهای هفته قبل از برنامه بیسبال از ساعت سه تا چهار بعد از ظهر برنامه پخش میکرد ساعت دو و دقیقه بود و او میخواست که در مدتی کمتر از یک ساعت مهمان او باشم از او پرسیدم که چگونه است حضور من در آن شهر آگاه شده پاسخ داد که او دو نه ماه قبل همراه با نوشته های دیگر یک نسخه رایگان از کتاب هدایای از آیکیس برای من فرستاده و او هنگامی که کتاب را به همراه داشته برای خرید به کتاب فروشی کلیسا رفته است و فروشنده کتاب فروشی کلیسا به هنگام دریافت پول به این کتاب و نام من در پشت آن توجه کرد و به من اطلاع داد که شما برای این هفته به منظور پژوهش در هتل هایت خواهید بود و از شنیدن این خبر قلبم به تپش افتاد به هیجان اومدم و از شوق اینکه آیا میتونم از شما به عنوان سخنگوی میهمان در برنامه ایستگاهی رادیوی خود دعوت کنم و شنوندگان را شگفت زده کنم و به هیجان آمدم آیا شما این دعوت را خواهید پذیرفت و اجازه خواهید داد که شما در ساعت سه از هتل سوار اتومبیل کنم و به محل سخنرانی ببرم لحظه ای از شنیدن این دعوت به خود فرو رفتم و با خیشتن بگو مگو داشتم که آیا این دعوت را بپذیرم یا نه و آیا برای, نویس... برای اینکه به نویسندگی من تداخل نکند عذر بخواهم یا نه زیرا میدانستم در صورت پذیرفتن همه برنامه نوشتن من در آن بعد از ظهر مخدوش خواهد شد ابتدا به او گفتم که برای این سخنرانی چه مهلت کوتاهی دارم و هیچ از جز آن خانم فروشنده در کتاب فرشی کلیسا از حضور من در این شهر اطلاع نداشت و حال شما مطلع شده از من دعوت به عمل می آورید. بالاخره پس از قدر تدرید و تردید و تفکر موافقت کردم که تا 20 دقیقه دیگر مرا از در هتل بردارد. برنامه سخنرانی از رادیو را اجرا کردم در راه بازگشت به هتل هم با خود گفتم راستی این کتاب فروشی کلیسا کجاست بسیار مشتاق هستم که سری به اونجا بزنم و سلامی به خانم فروشنده بدم در این موقع تا کتاب فروشی بیش از چند چهارا فاصله نبود فروشنده گفت میدونستم شما به اینجا خواهید اومد برنامه رادیویی شما بسیار خوب اجرا شد ممکن است از, از شما خواهش کنم پشت جلد چند نسخه از کتاب هدایی از آیکیس رو که در اینجا دارم امضا کنی زیرا ما چندین تلفن از شنوندگان دریافت کردیم هنگامی که در گوشه کتاب فروشی مشغول امضا کردن پشت جلد کتاب ها بودم یک مرد درشت هیکل بسیار بلند قد که لااقل دو متر قد وارد شد در حالی که اشک از چشمانش جاری بود از فروشنده پرسید از کجا میتونم یه جلد از کتاب هدایایی از آیکیس رو بردارم فروشنده پاسخ داد نویسنده کتاب همکنون در اینجا ایستاده برو سلامی به اون بده آن مرد به سوی من اومد و محکم مرا در آغوش کشید و در حالی که بی اختیار زار زار می گریست گفت در چند ماه گذشته بسیار افسرده بودم تا اینکه امروز تصمیم گرفتم به زندگی خود پایان دهم و خودکشی کنم و تمام مقدمات کار را فراهم کرده بودم رادیوی کوچک خود را برداشتم و به پارک رفتم تا برای آخرین بار به مسابقه بیسبال گوش کنم. هنگامی که موج را با ایستگاه مربوطه تنظیم می کردم صدای شما را شنیدم که می گفتید زندگی را با عالیترین کیفیت ممکن بگذرانید و همیشه زندگی را انتخاب کنید و نیز درباره آیکیست و مجزه که در زندگی شما می کند سخن گفتید. تصمیم گرفتم یه نسخه از کتابی را که شما اینچنین به آن عشق میورزیدید بخرم و بخوانم و تصمیم به تفکر پیرامون همه نعماتی که به من ارزانی شده گرفتم و از بابت آنها سپاسگزار شدم من میخواهم از شما به واسطه نجات زندگی خود تشکر کنم از برنامه رادیوی رادیویی شما مطالبی شنیدم که در عمرم به گوشم نخورده بود من در حالی که به سوی اتومبیل می آمدم غرق در ابهت و صلابت نظم کائنات و شگفتی ناشی از آن بودم و این حالتی است که معمولا در این گونه مواقع به من آرز می شود رویدادهای بسیاری می بایست رخ می تا منجر به نتیجه که حاصل شد بشود منشی من می باید اشتباه می کرد و من می بایست آن تلفن را خود انجام می دادم. می بایست به کسی برخورد کنم که او می باید ناشناسی را از حضور من در شهر مطلع کند که سه ماه قبل یک جلد کتاب برای او فرستاده بودم. من میبایست برنامه رادیویی را که مایل به اجرای آن نبودم اجرا کنم میبایست در لحظه مقدر به کتاب فروشی میرفتم یک ناشناس میبایست تصمیم بگیرد که قبل از خودکشی به آخرین برنامه رادیویی بیسبال گوش کند و درست در آن لحظه که مشغول جستجو برای آن ایستگاه رادیویی بود صدای مرا بشنود همه این ماجراها چه معنایی دارد آیا یک سلسله رویدادهای اتفاقی و غیر مرتبط هستند یا جهانی است که با نظم و ترتیب کامل در عمل است و به ما اجازه می دهد که در چارچوب یک سازمان کامل و بدون عیب و نقص حق انتخاب داشته باشیم یعنی جهانی تمام و کامل و ساخته و پرداخته شده در این بین این بیان یونگ که یک حقیقت به ظاهر متناقض است به ذهن من خطور کرد مبنی بر اینکه ما در عین اینکه بازیگران درجه اول صحنه زندگی خود هستیم هنرپیشه های نمایشنامه بزرگتری در کائنات نیز می باشیم. من بر این باورم که رویدادهایی از قبیل آنچه ذکر گردید جزئی از یک اصل جهانی به نام همزمانی است یعنی همدستی و همیاری با سرنوشت مبنی بر این که هر یک از ما در چارچوب یک نظام سازمان یافته و کامل و بدون نقص حق گزینش داریم هیچ یک از اصول علمی که تا کنون در دسترس انسان قرار گرفته قادر به توضیح این رویدادها نیست و در این حال کسی را نمیتوان یافت که این سطور را بخواند و نتواند به رویدادهای مرموز و اسرارآمیزی از این رده در زندگی خود یا دیگری اشاره کند رویدادهایی که همیشه در عمل هستند و این به واسطه ملاقات تفکر با تفکر و تجلی نتیجه آن در جسم و جهان مادی است تمام تردیدها، دودلیها و بکنم نکنم های من در مورد اجرای برنامه رادیویی از نقط نظر درک و فهم امری که باید واقع شود بدون معنی بود زیرا این امری بود که قبل از تصمیم گیری من رخ داده بود و بهترین دلیل آن هم این است که به وقوع پیوست یعنی اختیار در چارچوب یک نظام کامل شده و سازمان یافته البته این یک حقیقت متناقض است اما اگر خوب پدیده های از این رده را بررسی کنید با شگفتی از خود خواهید پرسید کدام یک را میتوان نام برد که غیر از این باشد چند سال قبل در حال رانندگی به سوی منزلم بودم که ناگهان آسمان ابر شد و بارانی آنچنان سیلاسا باریدن گرفت که نظیر آن را در عمرم ندیده بودم شدت باران به ای بود که از پشت شیشه اتومبیل جاده به سختی دیده میشد در این حال خانومی را دیدم که در هاشیه جاده در کنار اتومبیل خود ایستاده و با اشاره دست تقاضای کمک دارد یک الهام درونی به من ندا داد که ایستاده و او را سوار کنم تصمیم بر این گرفتم که از این ندای باطن پیروی کنم پس از آنکه او را سوار کردم تشریح کرد که چگونه اتومبیل او دچار خرابی شده و از من خواست او را به تلفن عمومی برسانم تا از پلیس راه تقاضای کمک کند اما تصمیم گرفتم که او را بیشتر یاری داده و به درب منزلش برسانم. هنگامی که خود را به یکدیگر معرفی کردیم با شگفتی تمام توضیح داد که دو نفر از دوستانش به او توصیه کرده بودند که برای حل مشکلات شخصی خود با من ملاقات کند. در واقع به او گفته شده بود که به زودی مرا خواهد دید از این توضیح او که نامش شرلی بود از شدت حیرت ما تو مبهوت شدم او را به درب خانهاش رساندم یک جلد از کتاب هدایای از آیکیز را به او دادم و توصیه کردم که با همسر من در مورد مشکلاتی که پیرامون نازایی داشت تماس بگیرد همسر من یک متخصص در این رشته است و احساس کردم که به این وسیله با هم دوست خواهند شد چند هفته بعد شرلی با یک نوار ویدیو به خانه ما آمد. این نوار بعدها برانگیزنده من در تجسس پیرامون برخی اصول متافیزیکی گردید که اکنون جزی از زندگی من شده است و همه اینها به واسطه برخورد ما با یکدیگر در آن روز بارانی بود. شرلی چندین ملاقات طولانی با همسرم کرده بود و پیرامون ارزشمندی استفاده از نیروی خلاق خود برای ایجاد تصویر ذهنی از خیشتن که خداوند فرزندی به او نموده توضیحاتی داده بود او بر توان خود برای ایجاد این تصویر ذهنی تاکید کرده بود هرچند که در آن زمان مجرد و سی ساله بود با این حال از مادر شدن ناامید نشده بود دو سال بعد نامه زیر از شرلی دریافت کردم مارس و وین عزیزم آیا مرا به یاد می آورید؟ من کسی هستم که در کنار جاده زیر باران خیز شده بودم و شما مرا سوار اتومبیل آبی خود نمودید و دوستانه همراهی کردید. صدای شما از طریق نواری که به من دادید در کلینیک پزشکی من تنین انداز است و موضوع مباحث ما در کلینیک است. من حدوداً به مدت دو سال است که در لس آنجلس هستم. از شنیدن این خبر که با خیر و خوشی ازدواج کردم برق تعجب از چشمان شما ساطع خواهد کرد شوهرم همین اخیرا یک عمل جراحی انجام داد که در نتیجه آن میتوانیم بچه دار شویم زندگی بسیار لذت بخش و شکوهمند است چند عکس از عروسی که یک ساعت پس از مراسم عقد گرفته شده در داخل پاکت گذاشتم شوهرم که جو نام دارد دارای نگاهی بسیار متین و آرام است و دارای صفاتی است که من آرزو می کنم از شما به واسطه امیدها و اعتقاداتی که به من دادید مبنی بر اینکه بالاخره بختم باز خواهد شد متشکرم وین من بسیار مایلم شما را در جلسه ادبی خود ببینم اغلب در کلینیک از سخنان شما استفاده می کنم و آنها را بازگو می نمایم هفته گذشته داستان توقف شما در کنار بزرگ رای فدرال و سوار شدن خود را نقد کردم این اتفاق یک مشیت الهی بود اغلب با تفکر پیرامون آن طبیعت معجزه‌آسای زندگی را در خاطرم زنده نگاه می‌دارم آیا این اتفاق را من به دلیل گوش کردن به نوار شما و احساس نیاز به ملاقات با شما آفریدم؟ آیا علم خداوندی می دانست که من نیاز به پشت و تقویت روحی از سوی کسی دارم؟ و شما مارس مارس عزیز از صمیم قلب حرفهای مرا شنیدید و به من محبت کردید به تمام رویاها و تخیلات من گوش کردید و به من اطمینان دادید که یک همسر و مادر خوشبخت خواهم بود شما دو نفر به راستی دو فرشته نجات هستید در سفر سهرامیز بعدی خود به کالیفرنیا لطفا به من تلفن کنید با قلبی نزدیک شرلی رویدادهای شگرف و حیرت انگیز بسیاری به واسطه پیروی من از ندای درونی مبنی بر سوار کردن این خانم از کنار جاده رخ داد. شرلی سازمان دهنده برای من شد و من و همسرم سامان دهنده راه زندگی او شدیم. نقطه عطفی در زندگی من پدید آمد و برخی مطالبی را که احساس می کردم باید اجباراً به من ارائه دهد سر و سفر روانی مرا طوری تغییر داد که برای خود من قابل پیش بینی نبود. علاوه بر این شرلی در ردیف دوستان ما قرار گرفت و به او کمک کردیم تا تصویر ذهنی و تجسم خلاق خود را بیابد و واقعا او را یاری دادیم مشکلات را از پیش پای خود بردارد. چگونه می توانیم بفهمیم که این اتفاق به ظاهر بی اهمیت در انتظار عوض کردن سرنوشت کسی است و نقش ما در این میان چیست؟ همزمانی اساس آزاد گذاشتن این نیروها در کائنات است که با یکدیگر برخورد کنند و در خدمت زندگی ما باشند. اما ما باید به زندگی آری بگوییم، یک واکنش منفی یا نه در هر نقطه در طول این مسیر جریان انرژی را متوقف می کند. به این جهت است که تا این اندازه به احساس مثبت بودن اعتقاد دارم. هر یک واکنش مثبت در زندگی جریان واکنش بعدی را آزاد می سازد. اما نه به صورت علت و معلول بلکه به شکل پیوستگی و استمرار انرژی که در هر یک از ما و هر چیز دیگر در کائنات موجود است. و در واقع منبع و جوهر حیات است. شما با مغز خود که به عنوان یک منبع تفکر که منبع انرژی و در واقع منبع حیات است می توانید در جهان تاثیر کلی داشته باشید. یک واکنش منفی نه به این علم شهودی که در درون شماست تمامی این جریان را متوقف می کند و شما را در جای خود راکت می سازد. اما یک واکنش مثبت آری یک تایید درونی است مبنی بر اینکه شما تصمیم به حرکت و همگامی با جریان انرژی گرفته اید یعنی همگامی با جریانی که راه اجازه خود را کامل و تمام ایار خواهد پیمود در مقام انسان ما منبع و منشأ افکار هستیم و یک ارتباط ابدی با هوشمندی الهی داریم که در درون و در پیش و در پشت هر جسمی هست اراده ما برای لبه گفتن به این هوشمندی الهی مثبت بودن و حراس نداشتن برای برداشتن گام بعدی و همراهی با نیروی کشف و شهود درون به ما این نیرو را می دهد که با هوشمندی الهی که جوهر اصلی زندگی ماست و با توکل به آن در آفریدن زندگی همگامی کنیم. ما می توانیم در چارچوب یک جهان کامل شده و تمایل به لبه گفتن به زندگی، هوشمندی و توجه الهی را در زندگی خود به جریان بیاندازیم. چند ماه قبل مشغول خواندن یک داستان هیجان انگیز به نام دوم زمستان به قلم مارک هلپرین بودم. در قسمت پایانی داستان نویسنده فصل کوتاهی که به کلی از داستان متن کتاب جدا بود اضافه کرده بود شاید من این فصل را پنجاه بار خواندم که نوشته بود هیچ چیز بر حسب تصادف و اتفاق نیست اما در آن زمان پذیرفتن آن برای من مشکل بود امروز بر این باورم که این حرف در مورد من درست بود و من این سرود واحد را میبینم و با اجازه معلف و ناشر آن را در اینجا ذکر میکنم در جهان هیچ چیز به حسب تصادف و اتفاق نیست و در آینده هم هرگز چنین نخواهد بود. خواه این یک سلسله روزهای با آسمان آبی و صاف همراه با فجر و شفق طلایی تیره یا فعالیت‌های سیاسی پرآشوب یا پیدایش یک شهر بزرگ یا ساختار کریستالی یک سنگ جواهر که هرگز به خود نور ندیده یا نصیب افراد از بخت و اقبال یا ساعت برخواستن شیرفروش محله از خواب صبحگاهی یا موزه یک الکترون یا بروز زمستانهای سرد یکی پس از دیگری حتی الکترون ها که حرکات آنها به ظاهر نمونه کامل پدیده های غیر قابل پیش بینی است موجودات کوچک رام و فرمانبرداری هستند که با سرعت نور میچرخند و دقیقا به همان جایی که مقرر است میروند آنها صدای آژیر مانند ضعیفی دارند که اگر با ترتیب و ترکیب درک و فهم شوند همانند صدای وزش باد در جنگل مطبوع هستند و درست همان کاری را می کنند که به آنها تکلیف شده و این واقعیتی است که می توان از آن مطمئن بود اما در این حال یک بینظمی و هرج و مرج بسیار شورانگیزی نیز حاکم است شیرفروش تصمیم میگیرد که چه ساعتی از خواب برخیزد موش سوراخی را انتخاب میکند که با آمدن قطار مترو در آن بخزد و دانه های برف به نحو دلخواه خود فرود میآیند چگونه چنین چیزی ممکن است اگر هیچ چیز بر حسب تصادف و اتفاق نیست و هر چیز از پیش تعیین شده است چگونه میتوان اختیار و آزادی داشت پاسخ بسیار ساده است هیچ چیز از پیش تعیین شده نیست بلکه همه چیز همین از ساعه تعیین شده یا قبلا تعیین شده بود و یا در آینده تعیین خواهد شد زمانهای فوق همه بی اهمیت و یکسان هستند همه به یک بار اتفاق افتادند. گذشته و حال و آینده است. و تنها در کمتر از یک لحظه به وقوع پیوستند زمان ساخته و پرداخته و اختراع ذهن بشر است چون با یک نگاه نمی توانیم این پرده نقاشی عظیم و مفصل را که به ما ارائه شده درک و فهم کنیم لذا آن را صحنه به صحنه و قطعه به قطعه و جز به جز با یک شیوه خطی دنبال می کنیم اما هر زمانی که اراده کنیم می توانیم بر آن پیروز شویم و آن را خونسا سازیم ولی نه با حرکت با سرعت نور بلکه با دور نگری و نگرش از فاصله دور یعنی آن اندازه دور بیستیم که بتوانیم تمامی صحنه را به یک باره ببینیم. جهان متوقف و کامل شده است هر چیز هر چه همه وقت بوده همانی است که در آینده خواهد بود و همانی است که همکنون هست با تمام صور و تمام ترکیبات ممکن هرچند که در تصور ما در حال حرکت و ناقص و ناتمام است اما تماما کامل شده و تمامیت یافته است و به صورت شگفت آوری زیباست نهایتا یا به بیان بهتر به صورتی که جهان همکنون هست هر پدیده هر چند کوچک در چارچوب معنی و منطق معینی به همه چیز دیگر پیوند دارد همه رودخانه ها به سوی دریا می روند آن رودهایی که از هم جدا هستند به یکدیگر می پیوندند گمشده ها پیدا و آزاد می شوند مرده ها زنده می گردند. روزهایی با آسمان آبی که با فجر و شفق طلایی تیره آغاز شدند و پایان یافتند تکرار می شوند و با این حرکت ادامه می آبند. به شیوهی ساکن و قابل لمس و انگامی که همه چیز به این صورت رویت گردد و درک شود به طوری که انسان از زمان بینیاز گردد عدالت حاکم بر جهان به ما روی نشان می دهد. نه به عنوان چیزی که زمانی تحقق خواهد یافت بلکه به عنوان کیفیتی که همکنون محقق و حکم فرماست. توجه کنید که این نقطه نظر تا چه حد از آن دیدگاهی که یک عمر به آن خو گرفته ایم از پایه و اساس متفاوت است. چگونه همه چیز میتواند همزمان و هماهنگ و میزان باشد. در صورتی که به نظر یک چشم اوریان آمی همه پدیده به صورت اتفاق و تصادف رویت می شوند اگر میخواهید، از امکان چنین چیزی آگاه شوید پیشنهاد می کنم که این دو کتاب را که یک بحث شورانگیز پیرامون واقعیت کوانتوم ارائه می دهند مطالعه کنید هر دو کتاب مروری بر فیزیک نوین هستند و تطبیق شواهد علمی آن بر صحت فرضیه متافیزیکی که ارائه دادم گواهی می دهند. قسمت کوتاهی از کتاب دومی که به آن اشاره کردم در زیر نقل می شود. کشف شگفت انگیزی که در انتظار دانشمندان تازه وارد به علم فیزیک است این است که شواهد جمعوری شده در یافته های کوانتوم مکانیک دلالت بر این دارد که ذرات کوچکتر از اتم یعنی زیر اتم مرتبا و مستمرن اتخاذ تصمیم می کنند و بالاتر از آن تصمیماتی که اتخاذ می کنند بر اساس تصمیماتی است که در جای دیگر گرفته می شود به نظر می رسد که ذرات زیر اتم به فوریت و همزمان می دانند چگونه تصمیماتی در جای دیگر اتخاذ می شود و این جای دیگر ممکن است نقاط بسیار دوردست مثلا کهکشان دیگری باشد مفهوم فلسفی مکانیک کوانتوم این است که همه چیز در جهان ما به انزمام خود ما که ظاهرا به نظر میرسد مستقل باشیم در واقع اجزایی از نقش و نگار ساختار یک کلیت بزرگ و فراگیر هستیم و لذا هیچ جزئی از این نقش از کلیت و یا از جزء دیگر آن جدا نیست از نظر من دنیای علم سعی در رسیدن به آنچه پیشوایان روحانی طی قرون متمادی بیان می کردند دارد. ذرات کوچکتر از اتم آنچنان کوچکند که مقایر با درک معقول هستند و ادراکات عقلانی را نقص می کنند و مخالف با درک متعارف هستند. آنها از جمله خود شما اصیل ترین جوهر کائنات هستند. و بر طبق قوانین نیوتون و فرضیه هایی که سایر دانشمندان متقدم بیان کرده اند رفتار نمی کنند و نیاز به زمان به عنوان یک متغیر بین دو نقطه ندارند و در آن واحد در دو مکان مختلف هستند. زیلن بخش دیگری از کتاب فوق ذکر می شود. یک ذره در اینجا می تواند با یک ذره در آنجا تماس حاصل کند و تبادل اطلاعات نماید مانند پخش امواج رادیویی صفحه تلویزیون صدا و غیره اما این ولو به برای یک میلیونیوم ثانیه هم که شده نیاز به زمان دارد اگر دو ذره در دو کهکشان مختلف باشند ممکن است قرنها زمان مورد نیاز باشد تا یک ذره از رویدادهایی که در نقطه دیگر رخ میدهد مطلع شود برای آنکه یک ذره به فوریت بداند که در آن کرکشان دیگر چه میگذرد باید در آنجا باشد اما اگر در آنجا باشد نمیتواند در اینجا باشد و اگر بتواند همزمان در هر دو جا باشد پس دیگر نمیتواند ذره نامیده شود این به این معنی است که ذرات به شیوهی سازمان یافته و معنیدار با یکدیگر مرتبط هستند که منطبق با تعریف ما از ساختار اصولی هستند ذرات کوچکتر از اتم که به طور همزمان در دو مکان مختلف هستند همه چیزهایی را که در مورد طبیعت هستی و کائنات به آنها ایمان آورده ایم نقص می کنند با آگاهی از کشفیات جدید در فیزیک و سوالات تازه‌ای که مطرح می شود به خوبی مشهود است که نقطه نظرهای قدیمی ما دیگر ارزشمند نیستند. اگر نتوانیم کیفیت ارتباطها را ببینیم به این معنی نیست که ارتباطی وجود ندارد. همه چیزهایی را که به تصور خود پیرامون چگونگی سازمان یافتن و پایدار شدن حیات میدانیم چیزی جز اشتباه و فریب ذهن نیست که ما به دلیل دید محدود خود مرتکب شده ایم. همه جمادات که موجودات غیر زنده به نظر می رسند مانند سنگ ها نه تنها همانند ما زنده هستند بلکه در سطوح بسیار ریز و بی نهایت کوچک مانند انسان به وسیله محرک های برانگیخته می شوند. هنگامی که وارد عالم مکانیک کوانتوم میشویم، دیگر نمی توانیم تمایز بین جاندار و جماد قائل شویم و سعی بر این است که بدانیم چگونه این ذرات زیر اتم یعنی کوچکتر از اتم و شما و تمامی موجودات دیگر ساخته شدند و به یکدیگر پیوند دارند و وابسته هستند. نکته مهم این است که فیزیک و متافیزیک به ما نشان می دهد که جهان دارای نقش و انگاره است که فوق ظرفیت و قابلیت فکری ماست. ما لذا نمی توانیم با مغز خود آن را فهم و قبضه کنیم. هنگامی که چیزی را با مغز خود بررسی می کنیم، تفکر ما آنچه را بررسی می کنیم تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، به صرف تمرکز ذهنی بر چیزی در آن چیز دگرگونی ایجاد می شود. حتی اگر تصور کنیم که از آن فاصله داریم و بر آن اثر نمی گذاریم و این شیوه است که همه موجودات جهان به یکدیگر متصل هستند. شیوه اسرارآمیز و لاینحل به وسیله مغز انسان. در سیر و سیاحت خود در جهان فیزیک نوین دیدیم که این ذرات زیر اتم نسبت به اندازه اتم آنچنان کوچک هستند که نسبت اندازه آنها به اندازه اتم همانند نسبت یک ذره نمک است به یک ساختمان چهارده طبقه و فراموش نکنید که یک نگاه زیرچشمی به کوچکترین ذره از طریق قویترین میکروسکوپ میلیون ها میلیون از این ساختمان های چارده طبقه را در نظر ما آشکار می سازد. آیا با مایگیری از این تمثیل می توانید به مفهوم همزمانی ایمان بیاورید؟ چرا که نه؟ معنی جهان از چشمنداز کوچکترین ذرات از ذرات زیر اتمی گرفته تا بزرگترین آنها و تا امتداد افق به پایان جهان بزرگ یک نقش و نگار سازمان یافته منظم و همزمان است که هر یک از ما به منزله ذرات زیر اتم آن هستیم که در آن واحد و همزمان هم در اینجا هستیم و هم در جای دیگر و همه در یک طرح الهام بخش و معنیدار به یکدیگر متصل هستیم و همانند یک موجود و یک پیکر واحد عمل می کنیم و در عین حال و به طور همزمان همانند ذرات زیر اتم در داخل یک اتم یا یک مولکول یا یک یک موجود زنده یا یک جهان به کلیه موجودات دیگر اتصال داریم و این سازمان کمال یافته و همزمان است و ما نیز همینطور،, همینطور و چیزی به نام اتفاق و تصادفی وجود ندارد مطالعه فیزیک کوانتوم نشان میدهد که کوچکترین ذرات همگی بدون نقص و با نظم و ترتیب کمال یافته بسیار اسرارآمیزی به تنهایی عمل می کنند و درست در همان لحظه و همزمان با تمام ذرات در هر جای دیگر در جهان هماهنگ و هم نوا هستند و نیاز به هیچ فاصله زمانی ندارند. با عنایت به مطالب فوق در که این نکته چندان سخت نیست که همه ما زیر فرمان یک نظام و جزئی از یک رقص همزمانی هستیم که ظاهرا غیر ممکن به نظر می رسد و در حالی که ظاهرا به نظر می رسد که فقط مشغول اتخاذ تصمیمات متعدد برای گذران امور روزمره زندگی هستیم در واقع به طور همزمان و منظورم این است که درست در همان لحظه خود جزئی از یک کلیتی بزرگتر و نقطه‌ای در تصویری عظیمتر هستیم که از قبل تکامل یافته و بدون عیب و نقص است و اتفاق و تصادف در این جهان کمال یافته مفهوم و معنایی ندارد هرچه اتفاق افتاد میبایست اتفاق میافتاد و هرچه میباید رخ دهد نمیتوان متوقف کرد چند لحظه پیرامون مثال در مورد برخورد با شرلی و آن مرد در کتاب فروشی مانتری بیاندیشید هر یک از دو رویداد در زندگی من قبل از آن واقع لازم بود تا راندن در امتداد بزرگ راه فدرال را که درست در آن لحظه مقدر من بود مقدور سازد و یا رفتن من به کتاب فروشی را به صورتی که رخ داد ممکن سازد. اگر رویدادها متفاوت از این رخ میدادند رفتار من هم متفاوت از این بود و اتفاق دیگری روی میداد تا منجر به همان نتیجه شود اما میدانید که رویداد دیگری غیر از آنچه به وقوع پیوست نمیتوانست رخ دهد حال خواه من تصور کنم که می توانستم قسمت را تغییر دهم یا نه واقعیت این است که درست به همان نحوی که مقدر بود رخ داد و هیچ چیز نمی توانست آن را تغییر دهد اعتقاد به اینکه همه ما در جریان وقوع حوادث مختار و آزاد هستیم دلیل کافی است که بر آنچه در فوق ذکر گردید صحه بگذارد من هر دو جنبه را می بینم و هیچ یک از آنها مانع و ناقض دیگری نیست. هرچند ممکن است یک بیان متناقض به نظر رسد. اما این یک حقیقت است که همه ما محکوم و مجبور به تصمیم گیری هستیم و درست مانند آن ذرات زیر اتم که همزمان می توانند در دو مکان متفاوت باشند و در آن واحد به مکانهای مختلفی اتصال یابند همه ما هم می توانیم همین حالت را داشته باشیم و این روال جریان امور است من میدانم که همیشه در حال تصمیم گیری و انتخاب هستم و هر تصمیم مرا به سوی تصمیم دیگری سوخ می دهد. و تا مادامی که در خلاف جهت جریان انرژی کائنات عمل می کنم و با آن تداخل نمی کنم در مسیر درستی قرار دارم. من میدانم هنگامی که به زندگی لبیک میگویم و با آن برخورد مثبت دارم و به الهام درونی و نیروی کشف و شهود خود که نمیتوانم آن را تعریف کنم اعتماد می نمایم و در جهت هماهنگی خود و با دیگران و ارائه عشق به خیشتن و سایرین حرکت می کنم همه چیز را موزون و کمالیافته یافته می یابم. همچنین که می توانم بالعکس با رفتار تجاوزکارانه و ناموزون خود با هماهنگی جهان تداخل و تزاحم کنم نیروی تفکر مرا به همون صورتی با کائنات هم نوا و هم دل و هم جهت می کند که ذرات زیر اتم در صفوف مرتب و مناسب قرار می گیرند ولا آنکه احساس ظاهری ما که به وسیله حواس پنجگانه دریافت می شود این باشد که همه چیز بر حسب تصادف و اتفاق است من میدانم که یک نگاه دقیقتر آشکار می سازد که هیچ چیز در جهان از جمله من و تصمیمات من بر حسب اتفاق و تصادف نیست. شما می توانید از این ادراک هشدار دهنده برای جلا دادن و رونق بخشیدن به زندگی خود و بهبود آن در هر روز بهره بگیرید. پس از آنکه دریافتید که هر چیزی که با آن رو در روی میشوید و هر آنچه می و یا احساس می کنید و هر آنچه انجام می دهید همه جزئی از همزمانی کائنات است. و اگر درست در همان لحظه آن را در مسیر درست هدایت کنید مشکلات را در زندگی خود میزدایید و خواهید دید که همه مراحل زندگی شما همزمان و میزان است و می توانید از طریق ذهن خود به جسم خیش بنگرید که به کدام سو می رود. می توانید خیش را از نیاز به رفتار تجاوز کارانه نسبت به دیگران آزاد و رها کنید و نسبت به برخورد با آنچه در اطراف شماست و نیز چیزهایی که شما در اطراف آنها هستید آغوش باز و چهره گوشاده ارائه دهید. می توانید مو را از ماس کشیدن و مته به خشخاش گذاشتن و تحلیل بی حد و مرز هر چیز دست بردارید و در عوض با صلح و صفای بیشتر حرکت کنید با آگاهی از اینکه حکمت و علم الهی که نگهبان جسم شماست بدون عیب و نقص و کامل عمل می کند و عمل خواهد کرد آیا با توکل به کمال آن می تواند چیزی غیر از این باشد؟ چگونه؟ چطور می توان باور کرد چیزی با این عظمت، با این توازن و با این کمال قابل اعتماد نباشد که این راه را برای شما تا بینهایت ادامه دهد؟ به این اصل اعتماد کنید و بدانید که با هماهنگی کامل همه اجزای آن به هم متصل هستند آگاه باشید که شما هم جزئی از این کمال کائنات هستید و هر عمل هر تفکر هر کشف و شهود و هر موضع و مکان جزئی از این کمال است به مجرد اینکه این همزمانی کائنات را پذیرفتید تصادفات و اتفاقات به ظاهر غیر ممکن و عجیب را درک و تصدیق خواهید کرد و با تایید و علم درونی از حکمت وقوع آنها با آنها برخورد خواهید کرد و دیگر با سلسل رویدادهای زندگی با ناباوری و شک و ابهام برخورد نخواهید کرد توضیح مترجم مولوی در این مورد میگوید وحی حق دان آن فراست را نوه نور دل از لوح کل کرده است فهم لوح محفوظ است او را پیشوا از چه محفوظ است؟ محفوظ است خطا و در جای دیگر در همین زمینه می گوید نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب وحی حق والله عالم به سواب. از پی رو پوش عامه در بیان وحی دل گویند آن را صوفیان پایان توضیح مترجم اما قبل از آن که بتوانید این اصول را در همه اوقات زندگی خیش به کار گیرید نیاز به دست کشیدن از اعتقادات قدیمی و کهنه خود دارید زیلن عواملی چند که مانع کاربری اصول همزمانی در زندگی شما هستند تشریح می گردند. به منظور آگاهی از میزان تمایل خود برای بروز این معجزات شفابخش در زندگی خیش آنها را بررسی کنید توضیح مترجم مولوی میگوید پنبه وسواس بیرون کن ز گوش تا به گوشت آید از گردون خروش پس محل وحی گردد گوش جان وحی چه بود گفتن از حس نهان پایان توضیح مترجم <applause> چه چیزی پذیرفتن همزمانی را برای ما دشوار می کند؟ به ما آموخته شده که تا چیزی را با چشمان خود نبینیم باور نکنیم. چون ما نمی توانیم همزمانی را مستقیما با چشمان خود ببینیم یا با حواس پنجگانه احساس کنیم نسبت به آن شک روا می داریم. فرهنگ غرب به ما می آموزد که همه این ارتباطات مرموز و پیچیده چیزی جز تصادفها و اتفاقها نیستند. و لذا برای ما آسانتر است به چیزی ایمان بیاوریم که بتوانیم با حواس پنجگانه خود آن را احساس کنیم تا آنکه چیزی را باور کنیم که نسبت به حواس پنجگانه ما بیگان است. ما به جدایی خود از دیگران قویین معتقد هستیم. همچنین به فردیت خود ایمان داریم و همزمانی را با نیاز به فردیت یگانگی و شخصیت منحصر به فرد خیش و جدا بودن از دیگران در تضاد و تعارض میبینیم اگر همه چیز همزمان و کامل باشد در این صورت سرنوشت نقش عمده ای را در زندگی ما ایفا میکند اگر همه چیزها در سرنوشت خلاصه شود دیگر توان تصمیم گیری های فردی و برخورداری از اختیار و اراده آزاد از ما سلب می شود. برای شمار زیادی از افراد سخت است که هم به مفهوم اراده آزاد و هم به وجود یک هوشمندی مطلق در کائنات که کامل و بدون نقص است با هم ایمان بیاورند و اگر بر این باور باشیم که وجود یکی دیگری را نفی می کند پذیرفتن اصل جهانی همزمانی برای ما سخت می شود انان زندگی ما در دست جسم ماست و نه تفکر ما و اگر قرار باشد که تنها از طریق جسم خود خیشتن را شناسایی کنیم و به آن پایبند شویم و نتوانیم تصور چیزی فراسوی جسم خود را کنیم برای فهم و درک کلی مسئله همزمانی با اشکال فراوان مواجه خواهیم شد و دنیای غیر جسمانی اسباب ناراحتی ما می شود. زیرا به نظر می رسد که تماماً بر حول ایمان ما دور میزند. و نه چیز دیگر و برای کسانی که سرگرم کار و کسب و تجارت هستند و نهایت همه چیز در حقایق ملموس و سود مادی خلاصه می شود شکاکیت آنها در مورد همزمانی کائنات نه تنها قابل فهم است بلکه مورد انتظار نیست می باشد. یعنی هرچند شواهد دال بر وجود همزمانی بر همگان روشن است حتی به سر سخت دانشمندان دارالعلوم معتقد به حساب دو دو تا چارتا و یا جوامع بازرگانان ممکن است ما اصل جهانی همزمانی را با اعتقادات مذهبی سنتی خود در تضاد و تعارض ببینیم اگر تربیت ما در جهت این باور بوده که خداوند متعال تنها در پی مچگیری و به گناهان ماست تا در صورت سرپیچی از قوانین کلیساها ما را به شدت مجازات کند در این صورت اعتقاد به هوشمندی حاکم بر کائنات ممکن است مواجه با اشکال شود علاوه بر این اعتقاد به اینکه همه چیز با هم میزان و همزمان و کمال یافته است ممکن است با این عقیده که انسان دارای عیب و نقص است و باید عمری در درد و رنج به سر برد تا تاوان نقص خود را بپردازد سازگار نباشد و بالاخره برای ما فهم اشتباهات و لغزش‌های موجود در جهان و اینکه چگونه ممکن است جهان کامل و بدون عیب و نقص و همزمان باشد بسیار سخت است تفکر پیرامون ذرات کوچکتر از اتم و تصور رفتار آنها یعنی همون ذراتی که به قدری کوچک هستند که میلیاردها از آن در سر سوزنی جا میگیرند بسیار مشکل است و تصور اینکه رفتار آنها به شیوه ای است که به نظر می رسد هر یک از آنها اتخاذ تصمیم می کند و این تصمیمات ناشی و ملهم از تصمیمات دیگری است که در جای دیگر گرفته می شود یعنی اراده خداوند ممکن است خارج از توان و ظرفیت فکری محدود ما باشد و مشابهن برای ما سخت است تصور کنیم که هر یک از ما در مقام یک انسان چیزی بیش از یک سیستم انرژی نیستیم که از این ذرات زیر اتمی بسیار کوچک ساخته شده ایم. و اگر آنها قادر به رفتار به شیوه این چنین جادویی هستند که بر اساس اراده و خواست و مشیت دیگری عمل می کنند، دلیلی ندارد که ما نتوانیم مثل آنها عمل کنیم. این تازه یک نگرش به جهان درون ما و به سوی کوچکترین ذره قابل تصور است و ما به علت محدودیت ابزار اندازگیری خود ناگزیر نگاه به جهان درون را متوقف می کنیم. به نظر من کاملا معقول است که تصور کنیم ذرات زیر اتم نیز هر یک از میلیارد ها میلیارد ذرات زیر اتم دیگر ساخته شدهاند که به طور نامحدود به سوی جهان بینهایت کوچک و بیپایان ادامه می‌یابد. و هنگامی که از طریق تلسکوپ به سوی جهان بزرگ می نگریم می بینیم که جهان بی نهایت و بیپایان است و این عظمت جهان در مقایسه با کوچکی جسم ما ما را به صورت یک ذره زیر اتم در می و لذا تصور این که رفتار ما چیزی همانند رفتار آن ذرات زیر اتم است ممکن است بسیار دشوار باشد اما ای بسا ممکن و محتمل و شاید حتمی است که اگر خود را آزاد بگذارید که با نگاهی باز به این چشمانداز شورانگیست و شگفت آور بنگرید آن را فهم و درک خواهید کرد. مقاومت شما در مقابل این ادراک ممکن است ناشی از نیاز به چسبیدن به امور آشنا و واگذار کردن امر تفکر و تعمق به دیگران باشد. چند نظریه پیرامون به کار گرفتن اصل همزمانی با خود بگویید که شما نمی توانید هنرپیشه اول نمایشنامه زندگی خود نباشید و نقش خود را در زندگی خیشتن رها کنید شما مجبور نیستید از این عقیده دست بکشید که در زندگی خود و اتخاذ تصمیم آزاد و مختار هستید تنها چیزی که به آن نیاز دارید این است که این حقیقت به ظاهر متناقض را بپذیرید که ما همزمان هم دارای جسم و هم دارای روح هم زندگی جسمانی و هم زندگی روحانی هستیم و قوانین حاکم بر دنیای جسم و دنیای روح متفاوت و نقطه مقابل یکدیگرند هرچند که ممکن است هر دو با هم و همزمان در خدمت ما باشند. اگر یک بار و برای همیشه قانع شوید که شما در چارچوب یک نظام الهی بدون عیب و نقص و کامل موجودی آزاد و مختار هستید دیگر دچار وسوسه فکری دردناکی که بر قسمت اعظم زندگی شما سایه افکنده نیستید هنگامی که پیرامون موضوع یا پدیده ای سردرگم میشوید به آرامی به یاد بیاورید که این نظام الهی کامل و بدون عیب و نقص است و شما اختیار تغییر آنچه مقدر بوده نداشته اید و از هر آنچه به وقوع پیوسته هرچه چه می خواهد باشد می توانید درس های بزرگ ورزشمندی بیاموزید ایمان به این که آنچه رخ داده درست همانی بوده که می بایست روی میداد و هیچ چیز بر حسب اتفاق و تصادف نیست و ما درست در همان جایی هستیم که می باید باشیم. و همان کاری را میکنیم که می باید انجام دهیم فشارهای روحی ما را کاهش می دهد و رنجهای بیهوده را محف می کند و نیاز به داوری پیرامون هر موضوع و مکتب خشخاش گذاشتن در هر مورد را از میان میبرد. بکوشید تا موزه عالی تری در تفکر روزمره خود اختیار کنید و از اوج قله بلندتری به جهان بنگرید تصور کنید چقدر جالب و شگفت انگیز است که بخشی از نقش و نگار زیبا و کامل و بدون عیب و نقص زندگی باشید تمام زندگی را یک تابلو و یا نمایش با شکوه و زیبایی ببینید که هم در پیشگاه شما و هم از طریق شما اجرا می شود و همه ما در این نمایش هم تماشاچی و هم هنر هستیم و از قضاوت سانوی و موشکافی و کنکاش پیرامون آن بپریزید این شما را از خوشنودی و رضایت از نفس به دور نمی کند. بلکه بدل به شخصی می شوید که هم یک چهره برجسته در این نمایشنامه بزرگ الهی و رویای بزرگ هستید و همزمان یک هنر پیشه نقش آفرین می باشید که مختارید نقش خود را برگزینید. هیبت این دستگاه بزرگ و احترام به آن شما را یاری می دهد که در عوض قضاوت یارو در روی همراه و همسو با آن جاری شوید و انرژی که از این طریق می نیروبخش حیات شما می شود. مسئولیت نقش خیشتن را در نمایشنامه بزرگ کائنات به عهده بگیرید و از جایگاه خود در جهان آگاه باشید. آنچه به ظاهر تصادف و اتفاق به نظر می رسد غلط و نابجا و یا نابه هنگام تلقی نکنید زیرا آنها را شما خود آفریده اید و می توانید از آنها درس بگیرید و تجربه بیاموزید هنگامی که بدانید در چارچوب یک نظام کامل و بدون نقص شما خود آفریننده واقعیت موجودیت خیشتن هستید دیگری را به واسطه مشکلات خود سرزنش نمی کنید. ایمان بیاورید هر آنچه می کنید به سوی شما باز می گردد و آنچه می فرستید دریافت می دارید. بخت و اقبال به شما رو می آورد و سرنوشت با شما سازگار می شود. هنگامی که اراده کنید که از بدبختی ها و اتفاقات سو پند بیاموزید دیگر آنها را تکرار نمی کنید. مثلا هنگامی که برگ جریمه رانندگی دریافت می کنید این ندایی است به شما که باید آهسته تر برانید و بیشتر احتیاط کنید. اما اگر تنها داد و بیداد و نفرین می کنید ناگزیر دچار فاجعه بزرگتری خواهید شد. مثلا آنقدر با بیقیدی میرانید تا دچار سانحه میشوید و یا گواهینامه خود را از دست میدهید اگر از سمیم قلب ایمان بیاورید که هیچ چیز بر حسب اتفاق و تصادف نیست و حتی کوچکترین ذرات کوچکتر از اتم از روی هدف و نقشه عمل می کنند و شما هم همینطور رفتار می کنید می توانید مسیر زندگی خود را عوض کنید. در این جهت حتی اگر برای چند ماه هم شده کوشش نمایید اگر میخواهید شاهد تغییری در بخت و اقبال خود ولو به میزان کم باشید سعی در اعتقاد به چیزهای تازه کنید مطمئن هستم که نتایج آنچه به آن اعتقاد دارید در زندگی شما نمایان می شود. این چیزی است که در زندگی من صادق بوده و صد درصد اطمینان میدهم که برای شما همچنین خواهد شد. از نگرانی خودداری کنید در این جهان راست و درست و کامل و بدون عیب و نقص از چه می ترسید؟ نگرانی پیرامون اموری که بر آنها کنترل ندارید بیمورد است و به همین نحو نگرانی پیرامون آنچه بر آن کنترل دارید شرط عقل نیست پیام اخلاقی این که در هر دو صورت دلیلی برای نگرانی وجود ندارد همه چیز برای شما برنامه ریزی شده و مقدر گردیده در جهت تقدیر و حرکت جهان با تسلیم و رضا پیش روید و در مقابل آن نایستید آهنگ موزون و بدون عیب و نقص کائنات را تجربه کنید و این کار تنها با آرامش ذهن میسر است خاطر خود را آرام و فکر خود را صاف کنید و به این ندا گوش دهید. توضیح مترجم خیش را صافی کن صافی کن از اوصاف خیش تا ببینی ذات پاک صاف خیش مولانا من در حین عبادت به شیوهی باور نکردنی از نور الهی برخوردار می شوم و احساس می کنم که همه وجود من روح است. هرچند که هنوز از داشتن جسم آگاه هستم و انگامی که از این احساس روحانی و سیر و سیاحت در عالم روح به جسم خود باز می گردم احساس قدرت می کنم. گویی که جسم من آکنده از مقدار زیادی انرژی شده است من میدانم که جهان فراسوی جسم چه تعمی دارد زیرا آن را تجربه کردم و هر زمان که بخواهم می توانم به ارادی خود به آن وارد شوم. به شما هم توصیه می کنم که مقاومت خود را برای تجربه کردن آن کنار بگذارید و سعی در ورود به آن کنید اگر به قدر کافی صبور باشید و با خیشتن صبر و حوصله کنید به شما قول می دهم که به آن خواهید رسید تعداد زیادی از رهبران عالم روحانیت و انسانیت به حسب اتفاق و تصادف به مرحله تنویر فکری روشنبینی و عالم الهام و اشراق و کشف و شهود دست نیافتند آنها همه روز مدت زمانی را به عبادت و پرواز به فراسوی جهان مادی می پرداختند. شما هم یک موجود الهی و بنده خداوند هستید و می توانید به این تجربه شکوهمند و عالم عرفان روی آورید اما این مشروط به این است که هر روز برای مدت چند دقیقه هم که شده از جسم خاکی و عالم مادیات ببرید هر سه مرحله روشنگری را رو بازنگری کنید و از خود بپرسید که همکنون در کدام مرحله هستید. اگر در مرحله اول هستید و هنوز مجبورید برای درس گرفتن از ناکامی ها، شکست ها و زخم های روانی خود مدتی صرف وقت کنید تا پندهای نهفته در آنها را دریابید، در این صورت هنگامی که غرق در یک مشکل هستید، سعی در برداشت چیزی مثبت از این حادثه منفی نمایید. و در حین وقوع از آن درسی فرا گیرید. این مستلزم این است که برای چند لحظه خشم و کلافگی و احساس ناکامی خود را از وضعی که پدید آمده کنار بگذارید و نگرشی متفاوت برگزینید مثلا بگویید بسیار خوب این وضعی است که من خودم آفریدم بلایی است که خودم موجب آن بودم هرچند خودم هم درست نمیدانم چرا و چگونه حال وقت آن است که ببینم چه چیزی می توانم از آن بیاموزم این جهتگیری ذهن شما را از تمرکز به کمبودها و کاستیها منحرف کرده و به سوی هدفهای مثبت و خلاق سوق می دهد. اگر در مرحله دوم هستید و در پی کشف درس ها و نکات آموزنده از حوادث در شرف وقوع می باشید، سعی در اجرای کل واقع در ذهن خود قبل از وقوع آن بکنید و ببینید آیا می توانید کل نمایشنامه را قبل از اجرا تحلیل کنید و تجسم فکری نمایید و نتایج را قبل از قبل در ذهن خیش تجسم کنید و درست مثل آنکه فیلمی را برای بار دوم میبینید و میتوانید وقایع را قبل از وقوع پیش بینی کنید سپس از وقوع آن در عالم جسم رفع نیاز کنید به این ترتیب دچار درد و رنجی که با آن ملازمت دارد نخواهید شد در این صورت احساس های دردناک و رنجاور در شرف وقوع را با بهرهگیری از نیروی ذهنی در جای خود متوقف می کنید و با پیروی از قرایز خیش در میابید که چگونه از آن دست بکشید زیرا قبلا در تجسم ذهنی خود پیامد را در صورت ادامه راه دیدید و در اعماق قلب خود آگاه هستید که دیگر نیازی به حرکت به سوی هدف نافرجام ندارید اگر در مرحله سوم هستید و می توانید بدون رودر روی با زخم های روانی از کنار آنها بگذرید و یا لااقل با حرکت کردن در پیشاپیش این زخم ها به وسیله دور زدن آنها در ذهن خود و پشت سر گذاشتن آنها زخم های روانی را به حداقل برسانید در این صورت به هر وسیله ممکن به اطرافیان خود بیاموزید که همان کار را بکنند از این طریق دیگران را در این هدیه الهی که نصیب شما شده سهیم کنید و شکوه و جلال ایجاد تحول در دیگری را مشاهده کنید و زیبایی آن لذت ببرید این فکر را که اتصالهای نامرئی واقعیت ندارند از ذهن بیرون کنید من تعداد زیادی از این اتصالات را به شما نشان دادم پس از آنکه قانع شدید که افکار می توانند هم به جسم متصل شوند و هم به افکار دیگر و همه چیز در کائنات عبارت از انرژی و در حال ارتعاش است قادر به درک این معنی خواهید شد که چرا همه چیز میزان و همزمان و کامل است با کسب این بینش درونی خواهید توانست رویدادهای میزان و همزمان برای خود بیافرینید و کاری کنید که این رویدادهای همزمان در زندگی شما رخ دهند خواهید توانست نیروی شگرف ذهن خود را برای شفای خیش به کار بگیرید و روابط خود را با دیگران محکم تر کنید و بهبود بخشید و احساس توازن، تعادل و هماهنگی درونی کنید. همه اینها به وسیله تمرکز ذهن به آنچه مایل به خلق آن هستید میسر می گردد. و با این اعتقاد که می توانید در جهت هوشمندی بزرگ جهان یعنی قدرت الهی که یار و نگهبان جسم شماست حرکت کنید و در آفریدن آنچه برای خود می خواهید بدون هیچ محدودیتی با یاری این قدرت بزرگ سهیم شوید اما نخست باید بدانید که توانایی شما در تفکر محض بودن نیروی محرکی شما برای ایجاد این تحول بزرگ در زندگی خیشتن است. فقط از طریق تفکر و تنها تفکر محض است که شما قادر به موجز آفرینی در ذهن خود می شوید. همان چیزی که ممکن است تا کنون از پرداختن به آن تفره رفته باشید. سعی در اعتماد به نیروی کشف و شهود خیش کنید. همان احساس ویژه‌ای که در وجود شما نهفته است. این نیرو همان آگاهی عالی تر شماست که در عمل است و اگر آن را نادیده بگیرید رفتارهای شما ناشی از عادات قدیمی شما و هر آنچه به شما آموخته و از پیش ساخته و پرداخته شده می گردد. اگر شما این نیروی کشف و شهود را در درون خود احساس کنید و بدانید این همان راهی است که باید بروید درست معادل این است که آن را بیرون بکشید و اوریان کنید زیر ذره بین بگذارید و با وسواس آن را تحلیل کنید و سپس منطقی ترین شقوق را برگزینید نیروی کشف و شهود درونی یک تفکر است نوعی نیرو و الهام الهی است شما آن هستید و آن شما به آن اعتماد کنید زیرا یک نظام اساسی الهام بخش و خوشیار دهنده الهی در وجود انسان است. اگر از آن می ترسید و یا می خواهید از طریق تفکر دیگران و به صورت دست دوم زندگی کنید در این صورت کارایی نظام را فلج می کنید و چشم و گوش خود را نسبت به آن کور و کر می نمایید و به خود می آموزید که آن را نادیده بگیرید دیری نمی پاید که به واسطه عدم اعتماد این نظام الهام بخش و خوشیار دهنده ازلی که مرکب از تفکر یا کشف و شهود است از کار باز می ایستد و زندگی جز واکنش نشان دادن به آرزوها و خواسته های دیگران چیز دیگری نمی شود. هنگامی که تنیس بازی می کنید بر هر حرکت خود تحمل و تفکر نمی کنید و آن را تجزیه و تحلیل نمی نمایید. بلکه جسم خود را آزاد میگذارید که همزمان با فکر شما عمل کند هرچه این جریان عمل را آزادتر بگذارید کارایی آن برای شما بیشتر می شود با نیروی کشف و شهود خود به طور خودکار واکنش نشان دهید و به همزمانی این جهان کامل و بدون نقص اعتماد کنید و بگذارید که از طریق شما جریان یابد. به یاد داشته باشید که دجزی و تحلیل یک عمل مخل عقل است زیرا افکار را مشتت و پریشان می کند و سیمای جهان را تحریف می نماید. هنگامی که چیزی را به اجزای خورد تجزیه می کنید و هر جز را از نزدیک می نگرید عملا ذهن را بر خورد شدن و تجزیه شدن متمرکز می سازید. و به این طریق عملا به وسیله به اصطلاح مو را از ماست کشیدن در حق خود و روابط خیشتن و فعالیت های اساسی زندگی خیش خیانت می کنید. زیرا سعی در کشف هر معنی نهفته در هر رفتار جزئی زندگی دارید به یاد داشته باشید که عمل ترکیب عکس عمل تجزیه و تحلیل است شما می توانید ذهن خود را از تحلیل منصرف کرده و به ترکیب متوجه کنید و همزمان آشفتگی اقلانی را به هماهنگی اقلانی بدل کنید ترکیب به معنی جمع کردن همه اجزا و جور کردن آنها در کنار هم و مشاهده هماهنگی تطابق و تناسب آنها با یکدیگر و مشاهده رفتار خود و دیگران و چگونگی ارتباط آنها با کل کائنات است شما می توانید در پی یافتن راههایی برای آوردن خیشتن در قلب کلیت متمرکز تری باشید. و متعهد به هماهنگ کردن خود با کلیه کسانی که جامعه بشریت را تشکیل میدهند شوید. در فرهنگ غربی ما تجزیه و تحلیل کردن تقریبا طبیعت ثانویه ماست که فقط درباره خود بیاندیشیم و از دیگران قافل شویم و حتی خیشتن را نیز به اجزا تجزیه کنیم مثلا اجزایی چون شخصیت من احساسات من افکار من، جسم من، ورزش مورد علاقه من، میراث فرهنگی من و غیره. برای فرارفتن به فراسوی این آشفتگی فکری که مانع بینش ما به تمامیت و همزمانی و کامل و بدون عیب و نقص است، می توانیم ذهن خود را به فرایند ترکیب عادت دهیم و خیشتن را به همه متصل ببینیم. و همچنین اتصال ها و پیوندها ها را مشاهده کنیم. می توانیم از این تنگ نظری که تنها در پی یافتن آثار و یا نفع هر چیز به حال خود باشیم دست بکشیم و در عوض خدمت به دیگران را در افق دید و چشمنداز خیش بگنجانیم. من همیشه در هر چیزی که میخوانم یا میبینم و یا انجام میدهم در پی این هستم که بدانم چگونه همه چیز به هم اتصال و پیوند دارد بدون توجه به اینکه تبلیغات سیاسی سیاستمداران چه میگوید از اینکه کسی را به چشم دشمن خیش بنگرم خودداری میکنم به طور یک پارچه و کلا به هدفهای اقلانی خود می میدانم جهانی که هر دقیقه 25 میلیون دلار خرج تولید اسلحه می کند و اجازه می دهد که در هر دقیقه در روی کره زمین چهل کودک از گرسنگی هلاک شوند همان جهانی است که انرژی زیاده از حد صرف تجزیه این سیاره به اجزا می کند. و همه حواس خود را بر تفاوتهای ما متمرکز می نماید. من می دانم که می توانم در مقابل این وسوسه که هر کسی در هر نقطه زمین از من جدا و متفاوت از من است بیستم. هر بار که انسان دیگری از هر رنگ و هر ایمان و اعتقاد و از هر جای دنیا را میبینم میدانم که یک نقطه مشترک با آنها دارم و آن تجربه روزمره انسان بودن من است. آنها می دانند انسان بودن چگونه است. گرسنگی چه احساسی است؟ عشق ورزیدن به فرزندان چیست؟ حزم غذا از چه قرار است؟ احساس گرفتگی عضلات معده چه دردی است؟ تفکر چه پدیده است؟ همه ما در این احساس ها مشترک هستیم. هرچه بیشتر در عوض تجزیه در چارچوب ترکیب بیاندیشیم به هم نزدیکتر میشویم و احتمال دست کشیدن از تاکید بر تفاوتها که ما را از یکدیگر جدا میسازد بیشتر میگردد به یاد داشته باشید هر روز که به جهان می نگرید و می بینید که میلیون ها میلیون گل به اراده خداوند می شکفند بدون آنکه زور و فشاری بر آنها وارد آید همه اینها به وسیله کمال ناشی از ترکیب رخ می دهند. هنگامی که سخن به گل رسید به یاد داستان پیرامون یک دست گل افتادم که بسیار بیش از آنچه چه کننده آن تصور می کرد مؤثر واقع شد. یک خانواده در ایالت نیوجرسی در جوار خانه خود گل ای داشتند که مملو از گل از جمله گل لادن بود. که به ندرت در گلخانه می روید. در یک شب برفی در ماه ژانویه این زوج برای دیدن تمرین نمایش یک دسته از نوازندگان غیر حرفه‌ای در شهر مجاور که زمانی در آن زندگی می رفته بودند. آنها تصمیم گرفتند که یه دسته گل بزرگ از گلهای لادن با خود ببرند تا نصار خوزار کنند با امید آنکه رنگهای قرمز و نارنجی و زرد این گلها که بسیار تابان و شاد بود آن شب سرد را تا حدودی گرم کند پس از ورود به شهر وارد یک جاده فرعی کنار رودخانه شدند برف در حال باریدن و ناحیه بیابانی و فاقد آبادانی بود اما پیرزنی را دیدند که به تنهایی در آن وقت شب قدم برمیداشت او را که مادر همسایه قبلی آنها در آن شهر بود شناختند و توقف کردند تا او را سوار کنند آن پیرزن پس از مدتی تردید سوار شد و او را به مقصد رساندند و تصمیم گرفتند که دست گل لادنی را که همراه داشتند به او هدیه کنند سه روز بعد از او نامه حاکی از تشکر به واسطه سوار کردن او و هدیه کردن دست گل از وی دریافت کردند که در آن تشریح کرده بود که عمل نیک آنان چه معنی مهمی برای او داشته است او در همه عمر خود یک پرستار بیمارستان بوده و در آن روز دریافته بود که پیر شده و دیگر نمیتواند به کار خود ادامه دهد از طرفی نمیخواست برای گذران زندگی تحمیدی به اعضای خانوادی خود باشد لذا تصمیم گرفته بود با پرتاب خیشتم به رودخانه به زندگی خود خاتمه دهد مگر آنکه مشیت خداوند به نحوی مانع این کار شود و اهدای آن دست گل به او عملا پیام الهی به او بود که باید به زندگی ادامه دهد حال دقت کنید که چند واقع می باید در پی هم رخ میداد تا مانع خودکشی این پیرزن شود اگر راننده تصمیم به رانندگی از طریق راه فرعی کنار رودخانه نگرفته بود اگر آن خانواده تصمیم به بردن آن دست گل با خود نمی گرفتن. اگر درست به هنگام رسیدن پیرزن به آن جاده با او برخورد نمی کردن. اگر پیرزن دریافت این دسته گل را هدیه و حامل پیامی از جانب خداوند تلقی نمی کرد. چند سال پایانی عمرش را از دست میداد و خانواده را از لذت ناشی از تیمارداری خود به هنگام پیری محروم می کرد. بگذارید به عنوان حسن خطاب فصل را با یک داستان پایانی که در فوریه سال 1959 به انگامی که 19 ساله بودم برای من رخ داد خاتمه دهم. در یکی از شبهای بسیار سرد زمستان قصد داشتم از ایستگاه هواپیمایی نیروی دریایی در ایالت مریلند به سوی منزل در ایالت میشیگان بروم. برادر بزرگترم هم, هم, قرار بود همزمان بیاید تا بتوانیم پس از مدت دو سال دیداری تازه کنیم برای اینکه مجبور به پرداخت کرایه نشوم در کنار جاده ایستاده و با اشاره دست از اتومبیل‌های عبوری می‌خواستم مرا سوار کنند در کنار جاده در یک نقطه دور افتاده ایستاده بودم هوا 25 درجه زیر صفر بود و باد با آنچنان شدتی میوزید که تنها ده دقیقه طاقت ایستادن در کنار جاده را داشتم ساعت حدود سه صبح بود و تصمیم به تغییر محل برای ایستادن در کنار جاده گرفتم در راه به ملوانی برخوردم که برای گرم کردن خود به سوی ایستگاه سوخت رسانی میرفت هوا تاریکتر از آن بود که بتوانم نوشته های یونیفرم او را تشخیص دهم اما چون هر دو یونیفرم پوش بودیم چند کلمه با هم رد و بدل کردیم او به من گفت رفیق مواظب باش هوا به قدری سرد است که ایستادن برای بیش از چند دقیقه قابل تحمل نیست از راهنمایی او تشکر کردم و به کنار جاده در نقطه دیگری ایستادم که ببینم آیا بخت با من یاری خواهد کرد که کسی مرا سوار کند یا نه او هم برای گرم کردن خود به استراحتگاه کنار جاده رفت. پس از پانزده دقیقه انتظار بدون سمر به استراحتگاه بازگشتم و به مجرد ورود با شگفتی دریافتم که ملوانی که چند دقیقه قبل در تاریکی با او صحبت کرده بودم برادر بزرگترم بوده کرد و برای ملاقات یکدیگر میخواستیم به شهر خود برویم. او هم از ایالت ویرجینیا به سوی خانه میرفت و در این نقطه با هم تلاقی کردیم چند رویداد مختلف در زمان و مکانهای متفاوت می باید میزان و همزمان و با دقت با یکدیگر ردیف شوند تا ماد و برادر را دقیقا در آن شب تاریک و سرد در یک نقطه دور افتاده و گرفتار در یک گردباد یخبندان به یکدیگر برساند من وانمود نمی کنم. نمی کنم که پاسخ به این سوال را می دانم. همینقدر می دانم که در جهان کمال یافته و همزمان هیچ چیز بر حسب تصادف و اتفاق نیست. اگر به آن ایمان بیاورید به آن بینش خواهید یافت.